سالها طول کشید تا مرگ مادرم رو باور کنم داستان زندگی من داستان غمنگیزیه. هر هرچند امکان داشت ترم باشه اگه پدرم من و برادرم رو به خاطر زن دیگه ای یا هر چیزی رها می و میرفت ممکن بود من و برادرم به جای خونه تو مرکز بهزیستی بزرگ بشیم جایی که به قول پدرم آینده خوبی در انتظارمون نبود اما پدر ما رو رها نکرد و هر سختی که بود ما توی خونه و کنار هم بزرگ شدیم روزای سخت گذشته سال هاست که گذشته اما من دوباره برمیگردم و به گذشته نگاه میکنم خاطرات دور دونه دونه یادم میاد باید بگم یادآوری گذشته از خود گذشته همانگی اولین ضربه یادآوری گذشته برمیگرده به دوستای صمیمیم دست خودم نیست. میدونم داستانم و از نیمه شروع میکنم اما ذهنم برای من تصمیم میگیره نه من برای خودم ذهنم منو با خودش هر جایی میبره خدایا دوستی من با سیلویا، آنجلا و گیگی شبیه یه همسرایی جذاب بود همراه با ملودی دلنشینی توی قطعه موسیقی الان میفهمم وقتی با صدای بلند آهنگای جور و جور میخوندیم در واقع قصه دیوونگی های خودمون رو فریاد می زدیم. دوستی من با سیلویا، آنجلا و گیگی شبیه یه جور بداه نوازی فوقراده بود. نوتایی که به طور اتفاقی کنار هم قرار گرفته بودن و قطعه زیبایی رو ساخته بودن. قصه ای که میشد تا ابد ادامه پیدا کنه. من و برادرم سعی کرده بودیم جای خالی مادرمون رو با چیزایی که داشتیم پر کنیم. برادرم با ایمانی که پدرم توی قلبش روشن کرد و من با دوستی دوستی با سیلویا، آنجلا و گیگی ما چهار نفر بودیم هر کدوم مشکلات و سختی های زندگی خودمون رو داشتیم از همه مهمتر سختی های زندگی تو بروکلین بود ما سعی می کردیم با هم از پس مشکلاتمون بر بیاییم انگار کیسه ای پر از سنگ به هر کدوممون داده بودن تا به دوش بکشیم ما سنگ رو دست به دست می کردیم و می گفتیم این سنگ بزرگ مال منه کمک کم برش دارم امروز صبح وقتی پدر رو دفن کردیم من و برادرم بالای قبر پدر کنار هم ایستاده بودیم دستای همدیگر رو گرفته بودیم درست مثل قدیما وقتی بچه بودیم و با هم تو خیابون می رفتیم قبرستون ساکت و سرد بود شاخه های درخت بید از سنگینی برف خم شده بود به غیر از من و برادرم دوستای مسلمون پدرمم تو مراسم تشریح بودن بعد از مراسم به رستوران نزدیک گورستان رفتیم. برادرم کنارم نشست. نگاش کردم. برای خودش مردی شده بود. کت سیاه با پیرن یقه اسکی و شلوار پشمی تیره بهش می اومد. مخصوصا با کلاهی که همسرش براش بافته بود. یاد پدرم افتادم. روز کریسمس تو بیمارستان خیلی درد داشت. برای گرفتن مسکن زجه میزد. خدایا چرا پرستارا آروم از همیشه کار میکردن؟ اونا وقتی پدر انقدر درد داشت. پیشادمد برای برادرم چای نعنا آورد. اشراهی به غذا نداشتم. بشقاب غذا رو دست نخورده کنار گذاشتم. برادرم با ناراحتی پرسید. خوبی؟ خوبم. چرا غذا تو نمیخوری؟ اشتها ندارم. غذاش مزه نداره. برادرم گفت. خواهر بزرگه. بیا با من و زندگی کن. قول میدیم تو زندگی دخالتی نکنیم. نفس بلند و عمیقی کشیدم و گفتم... آپارتمانم منم راحته. ممنونم. کلی هم کار دارم. عطیه چطوره؟ خوبه. دکترها بهش استارت مطلق دادن. نباید از جاش تکون بخوره. اما حالش خوبه. حال بچه هم خوبه. سندلیمو چسبوندم به صندلی برادرم. دستش رو گرفتم و گفتم... ترسیدی؟ یکم. ولی... میدونم ایشالا همه چی خوب پیش میره دست ول کردم و به سندریم تکیه دادم یاد عکس قدیمی افتادم دختر کوچولی که با لبخند به دوربین زل زده با یه بچه کوچیک توی بغلش یه عکس سیاه و سفید از گذشته خیلی دور رستوران شلوغ شده بود زن و شوهرای سفید پوست نزدیک میز ما نشسته بودن قهوهشون رو هرت میکشیدن یه جوری نگامون میکردن انگار هنوز وجود سیاپوستا اذیتشون میکنه. به برادرم گفتم واسه اینکه امشم خیلی جوانم نه؟ باید بجنبی تا دیر نشده مادرشی. البته زندگی خودت من دخالت نمیکنم اما همیشه همه توی زندگی هم دخالت میکنن به خصوص خانواده آدم. برادرم مکسی کرد. میخوام بگم وقتشه تحقیق درباره مرده ها رو ول کنی. تو یه برادر زنده داری. میشه باش حرف بزنی. ببین من یه نفر رو میشناسم با تندی گفتم اصلا فکرشم نکن هر دومون ساکت شدیم به کارهایی که باید بعد از مرگ پدر انجام میدادیم فکر کردم لباسهایی که باید میبخشیدم غذاهای موندهای که باید دور میریختم عکسهایی که باید جمع میکردم اما برای کی برای چی از اینکه باید تنها به آپارتمان پدر برم احساس خوبی نداشتم اصلا کار راحتی نبود تو هندوستان هندوها مردههاشون میسوزونن خاکسترش رو میریزن تو رودخونه تو کشور بالی مردم جسد مرده هاشون رو تو تنه درخت دفن میکنن پدر وصیت کرده بود به سنت مسلمان دفنش کنیم با کفن زیر خاک من قبل اینکه خاک همه ای تنش رو بپوشونه از قبرستون بیرون اومدم در این حال میترسیدم بدون پدر و برادرم برگردم خونه به برادرم گفتم میشه یکم بیشتر بمونی؟ خودت هم میدونی که نمیشه به خاطر بچه باید برگردم میخوام موقع دنیا اومدن کنارشون باشم. وقتی بچه بودم رشته انسان شناسی رو نمیشناختم. نمیدونستم میشه به همه دنیا سفر کنی و درباره مرگ تحقیق کنی. من به خیلی از کشورهای دنیا سفر کردم. مرگ و همه جا دیدم. مردم ماداگاسکار تو مناسبتاشون جسد مردهاشونو رو از تو خاک بیرون میکشن. جسدهایی که فقط چند تکه از استخونشون باقی مونده. به جسد و عطر میزنن باهاشون راه میرن حرف میزنن و دوباره دفنشون میکنن اینجوری برای خودشون طلب آمرزش و مغفرت میکنن راستش مرگ نیست که منو از رفتن به خونه میترسونه برگشتن به بروکلین چیزیه که ازش میترسم بروکلینی که 20 سال پیش با دلی شکسته ترکش کردم ولی غمش هنوز مثل استخون تو گلوم گیر کرده برادرم صدام زد آگوست باید قول بدی کاراتو زود انجام بدی بعدش بیای پیش ما دور هم غذای حلال میخوریم عتیه نمیتونه آشپزی کنه ولی خودمون که هستیم من و تو یه دفعه ساکت شد سرش انداخ پایین و کرد خیلی وقتا دلم برای بابا تنگ میشه برای تو هم همینطور به برادرم نگاه کردم به چشم پسر هفت ساله اومد که همیشه مراقبش بودم کیسی سی و یک سالش شده بود میخواستم مثل قدیما بغلش کنم آرومش کنم اما نکردم بالاخره خودش گفت خدا کریمه بابا تو خونه ابدیش با آرامش رسیده پدرم سرطان کبد داشت یه ماه آخر من و برادرم با هم ازش مراقبت میکردیم برادرم شب تا صبح تو بیمارستان کنارش میموند صبح که میشد دوش میگرفت نمازش رو میخوند منتظر میشد برم بیمارستان تا بره سر کار از رستوران بیرون اومدیم برادرم با ماشین منو رسون مترو موقع خدافزی محکم بغلم کرد تو بغلش که بودم فکر کردم برادر کوچیک شیرین من حالا برای خودش مردی شده از ماشین که پیاده می شدم گفت پس فردا برمیگردم می اگه کمکی خواستی خبرم کن خودم از پسش برمیام نمیخواد نمی خواد بیای. چیه؟ نکنه مردی است که نمیخوای من ببینمش زدیم زیر خنده دوباره گفت شرط میبندم هنوزم شیطونی به شوخی زدمش رو از ماشین پیاده شدم دوستت دارم دادش کوچیکه منم دوستت دارم آبجو بزرگه مترو نگاهی به دورو بر انداختم آدم های زیادی تو مترو نبودن نشستم یه چشمم به سیلویا افتاد چندتا تا سندلی دورتر نشسته بود مجله میخوند آخرین باری که دیده بودمش 20 سال پیش بود موهای قهوهی مایل به قرمزش رگه های خاکستری پیدا کرده بود موهاش کوتاه بود و مثل همیشه مرتب با چندتا تا چروک ریز دور چشمش اما هنوز قشنگ بود سرش رو بلند کرد نگاهمون تو نگاه هم گره خورد منو شناخت و خندید برای چند ثانیه سالها برگشتن به عقب دوباره همون سیلویا شد سیلویایی که برای آخرین بار دیده بودمش پونزده ساله با یونیفرم مدرسه دامن شطرنجی سبز و آبی بلوز سفید پاپیون شطرنجی و دستاش که تو دست جرم آروم گرفته بود ما تو مبهود نگاش کردم یاد روزی افتادم که برای اولین بار تو اتاق خواهر سونجا گریه کردم پونزده سالم که بود پدرم منو پیش زنی برد به اسم خواهر سونجا می گفتن زن تحصیل کرده میتونم راحت باهاش درد دل کنم خواهر سونجا زن سیاه پوست لاغری بود که به رسم مسلمونا و میپوشوند پدرم میگفت خواهر سونجا بلد حالمو خوب کنه چون تو پونزده سالگی افسرده شده بودم. با کسی حرف نمی زدم. پدر و برادرم هم حالمون نمی فهمیدن. خوهر فکر میکرد اگه بدونم همه آدما تو زندگیشون قصه دارن و رنج میکشن کشن های خودم رو فراموش میکنم. برای همین همیشه به می کیه که تو زندگیش غم و قصه نداشته باشه؟ فکر می کرد اگه این جمله رو خوب بفهمم از قار دلم میان بیرون. از رو بلند شدم سیلویا فکر کرد میخوام بغلش کنم ولی 20 سال گذشته بود و خیلی چیزا تموم شده بود گفت آگوست کی برگشتی بروکلین چه خوشگل شدی دختر قطار به ایستگاه رسید هنوز به خونه نرسیده بودم بدون اینکه جواب سیلویا رو بدم از قطار پیاده شدم سیلویا اولین نفر از گروه چهار نفرمون بود که ازش جدا شدم بعد سیلویا آنجلا هم از ذهنم پاک شد آخرین باری که صدای آنجلا رو شنیدم رو پیغامگیر تلفن بود چطوری آنگو یه خبرهایی در باری شنیدم کلی زوغ کردم تا پیشش بودی؟ با آنجلا قرار گذاشته بودم تو نیویورک ببینمش اما هیچ وقت پیداش نشد آنجلا تو دنیای هنر پیشگی محف شده بود هر هفته که خواهرس اونجا رو می, می دخترم بیا از اول شروع کنیم طول کشید تا با خواهر سونجا حرف بزنم همیشه از اینجا شروع کردم منتظر مامانم بودم که اتاق کار خواهر سونجا کوچیک بود گلدون کوچیک پیچکی کنار پنجره بود برگای پیچک از لبه پنجره آویزون شده بود هر هفته چهل دقیقه تو اتاق خواهر سونجا میموندم و حرف میزدم خواهر سونجا حرفمو تو دفترش یادداشت میکرد صورت مهربانی داشت به خصوص حجابی که مثل قاب دور صورت قهفه رو گرفته بود. هجابش حالت معصومانه ای بهش میداد. اصلا شاید هر هفته فقط برای دیدن صورت مهربونش میرفتم. خواهر سونجا منو یاد مادرم مینداخت. ازم پرسید: از دوستات برام بگو الان کجان؟ فقط منتظر گیگی هستیم. هممون هم منتظرشیم. سیلویا، آنجلا، گیگی و آگوست چهار تا دختر سیاه پوست و به طرز عجیبی زیبا و به طور قمنگیزی تنها بودن اما الان همشون فقط یه خاطرن تو شرق اندونزی هزینه دفن مرده ها خیلی زیاده خانواده ها تا پول جمع کنن مرده هاشون رو توی خونه کنار خودشون نگه میدارن هر روز تن مرده ها لباس میکنن و ازشون مراقبت میکنن مردم اندونزی عاشق مرده هاشون هستن درست مثل خاطرات هرچند مرده و هرچند دور هشت سالم بود که با پدر و برادرم اومدیم بروکلین تا به سون همون سالی که حال مامانم بد شد مامانم اصرار داشت حرفای برادر مردش کلاید و میشنوه وقتی اومدیم بروکلین برادرم چهار سالش بود خونه کوچیکمون طبقه آخر آپارتمانی سه طبقه بود من و برادرم از پنجره اتاق ساعتها به خیابون زول میزدیم به نظرمون آدمایی که از خیابون رد میشدن شیک و زیبا بودن موهای بافت آفریقایی، لباسای رنگ روشن، شلوارای جین دنپا بیشتر وقتا تو فکر مامان بودم. برای اینکه دستای مامانم به یاد بیارم، خودم صورتم رو نوازش میکردم. میخواستم کنارم بشینه تا باش حرف بزنم. درباره خودم و درباره همه چیزایی که تو بروکلین میدیدم. برادرم که گریه میکرد، خودم رو جای مامان میذاشتم. بغلش میکردم. نازش میکردم و در گوشش میگفتم نگران نباش ماما خیلی زود برمیگرده شاید همین فردا سیلویا آنجلا و گیی رو برای اولین بار از پنجره اتاقم دیدم دستشون تو دست هم قهقهه میزدن انقدر نگاشون کردم تا پیچیدن تو خیابون بعدی دلم قنج رفت آرزو کردم کاش باشون دوست بودم دستاشون رو میگرفتم باشون می خندیدم و برای همیشه کنارشون میموندم یه دفعه یاد حرف مامانم افتادم مامانم همیشه میگفت یادت باشه فاصلت رو با زنها حفظ کنی نباید بذاری خیلی بهت نزدیک بشن مامانم خیلی به زنا اعتماد نداشت یه هفته بعد دوباره سر و دختر رو پیدا شد سیلویا، آنجلا و گیگی زیر پنجره ما ایستاده بودن تناب بازی میکردن با چه شوقی نگاشون میکردم چقدر راحت تناب از زیر پاشون رد میشد تا شب تو فکرشون بودم حتی وقتی برادرم رو بغل کرده بودم یا به پدر می خندیدم. پدر و برادرم رابطه خیلی خوب و صمیمانه با هم داشتن زیاد با هم حرف می زدن. حتی در گوشی همون جوری که من با مامان صمیمی بودم وقتی مامان برگرده دوباره با هم حرفهای یواشکی می زنیم تابستون بود و هوا به شدت گرم شده بود پدر مجبور شد چسب دور قاب پنجره رو بکنه وقتی پنجره رو باز کردیم صدای شهر وارد خونه شد تا آخر تابستون هر روز با برادرم پشت پنجره می شستیم. به بروکلین نگاه می کردیم بروکلینی که با طلوع آفتاب صورتی می شد و با غروب خورشید خاکستری هر روز صبح کامیونا می اومدن اسباب و اساسی خانواده های سفید بود رو جمع می کردن و می بردن. بعد نوبت آدمای خونه بود که از خونه بیان بیرون دوربرشون رو نگاه کنن سوار ماشیناشون بشن و پشت کامیون محله رو ترک کنن من و برادرم بیشتر وقتا تنها بودیم پدرم تو قسمت مردونه فروشگاه فروشندگی میکرد صبح زود از خونه میرفت بیرون تا غروبم بر نمیگشت تنها دلخوشی من و برادرم پنجره بود پنجره ای که ازش شهر رو تماشا میکردیم آدمایی توی خیابون برامون غریبه بودن حتی پسرا و دخترایی که تو خیابون بازی میکردن و هر روز میدیدیمشون گاهی وقتا یکی از پسرها سرش رو بالا می آورد و نگامون میکرد. پسری که به نظرم از بقیه خوشتیب تر بود. اون موقع نمیدونستم اسمش جرومه. یه روز اتفاقی افتاد. یه پسر جوان در پوش شیر آتش نشانی رو از جا کند. آب فواره زد. بچه ها رفتن زیر فواره آب. ساعت ها با برادرم بازی بچه ها رو نگاه کردیم. بهشون حسودی مونه شد. کاش ما هم توی خیابون زیر فواره آب بودیم سیلویا، آنجلا و گیگی هم بودن لباسشون خیز شده بود با خوشحالی همدیگه رو حول میدادن زیر فواره صدای خنده هنوز تو گوشمه برادرم پرسید داره به ما میخنده؟ مو قرمزه رو میگم داره نگامون میکنه سست. با ما کاری نداره که اینا کی باشن که بخوام به ما بخنده عشق و نفرت با هم تو وجودم زبونه میکشید هم دوستشون نداشتم هم برای اینکه کنارشون باشم بیتاب بودم بعضی وقتها آنجلا با موهای مدل آفریقایی کوتاه و آویزون از سیلویا و گیگی جدا میشد با حرس ناخوناش رو تا ته میجوید آنجلا منو یاد دخترای کشیش شهرمون مینداخت چهار تا دختر بودن درست شبیه آنجلا همیشه ردیف جلوی کلیسا می شستن موهاشون رو سیخ می بافتن و به موعظه های پدرشون گوش میکردن خداوند که عاشق جهان است پسر مالود خود ایسا را به زمین فرستاد. پدرم اهل بروکلین بود. خونه پدریش با خونه که ما توش زندگی می کردیم چند تا کوچه فاصله داشت. 18 سالش بود که وارد ارتش شد. به عنوان سرباز تو ویتنام جنگید. بعد از سربازیشم به تنسی رفت جایی که مادرم زندگی می کرد. تو تنسی مادرم رو دید و عاشقش شد. با هم ازدواج کردن و تو خونه ای که متعلق به مادر دایین بود ساکن شدن. هر کدوم از دستای پدرم یه انگشت نداشت. انگشت کوچیک دست چپ و انگشت شست دست راست. همیشه با برادرم از پدر درباره انگشتاش میپرسیدیم اما هیچ وقت جواب نمیداد. من و برادرم ساعتها فکر می کردیم چطوری انگشتاش از بین رفتن؟ چاقو، بم، پلنگ شاید هم مریضی داشته؟ وقتی رفتیم بروکلین من و برادرم هر کاری کردیم پدر اجازه نمیداد بریم بیرون و تو خیابون بازی کنیم همیشه در جواب التماسمون میگفت شماها نمیدونین دنیای بیرون چه خبره نمیدونین چقدر خطرناکه ما قانع میشدیم و تا مدتی بیخیال بیرون بودیم اما وقتی به سیلویا آنجلا و گیگی نگاه میکردم به خودم میگفتم خوش بالشون حتما خیلی قویه چون بیرون براشون خطرناک نیست ولی برادرم هیچ وقت قانع نمیشد هر روز پاپیچ پدر میشد تا شاید اجازه بده بریم بیرون برادرم دلش میخواست زیر درخت کوچیک خونه بازی کنه نه تو آپارتمان تنگ و کوچیکمون دو سالی از اومدنمون به بروکلین میگذشت اما برای من و برادرم بروکلین هنوز خونمون نبود تمام حرفای من و برادرم با وقتی شروع میشد وقتی بزرگشیم وقتی بریم خونه وقتی بریم بیرون وقتی وقتی انگار زندگی هنوز برای ما شروع نشده بود تنهایی کودکی هر بلایی سر ما می آورد هنوز غروبی که برادرم صدمه دید و فراموش نمی کنم. پدر خونه بود با برادرم اومدیم کنار پنجره تا مثل همیشه بازی بچه ها رو نگاه کنیم برادرم میخواست شیشه رو بده بالا که شیشه تو دستش شکست تا به خودمون بیاییم و بفهمیم چی شده همه جای اتاق خونی شده بود کف اتاق روی پرده کنار پنجره پدر یه حوله بزرگ پیچیده بود دور دست برادرم شاید جلوی خونی که مثل فواره بیرون میپاشید و بگیره گوشه اتاق ایستاده بودم نگاش میکردم صداها برام مبهم بود چیزی نمیشنیدم یادم نمیاد چجوری آمبولانس خبر کردیم فقط نگاه میکردم بدون اینکه چیزی بفهمم نور قرمز آمبولانس رو دیدم پدر برادرم رو بغل کرد با هم سوار آمبولانس شدیم صدایی نمیشنیدم تصاویر از جلوی چشام رد می شدن. خون، آژیر، مردمی که دورمون حلقه زده بودن و نگامون می کردن. توی بیمارستان بودم که صداها برگشتن. کم کم به خودم اومدم. اتاق خیلی سردی بود. از سرمای اتاق بود یا از گشنگی نمیتونم فقط میره لرزیدیم. همه لباسم خونی بود. پرستار اومد کنارم. یه لیوان چای و چند تا بیسکویت بهم داد. یه پتو انداخ رو دوشم. بیسکویت ها رو میخوردم و به برادرم فکر میکردم. برادرم الان کجاست من برادرم میخواستم تا مدت ها بعد از جریان شکست شیشه به سیلویا، آنجلا و گیگی فکر نمی کردم. دیگه لب پنجره نمی رفتم. بیرون رو نگاه نمی کردم. حتی وقتی سر و صدای بچه رو روی تخت دراز می کشیدم و به سقف خیره می با خودم فکر می کردم اگه قرار بود مادر برگرده تا الان برمیگشت. برادرم با بازوی گشت گرفته کنار پنجره می شست. وقتی بهم میگفت دختر رو برگشتن رومو میکردم به دیوار نمیخواستم ببینمشون حواسم فقط به بخی های سیاه برادرم بود که زخم رو به هم دیگه دوخته بود تو همچین شرایطی من فقط مادرمو میخواستم مادرم هیچ وقت مرگ دای کلاید توی جنگ باور نکرد همیشه میگفت کلاید نمرده مردای قهوه‌ای و سیاپوس همه شبیه همن کی تشخیصشون میده جسدی که تحویلمون دادن مال هر کسی هست کلاید خیلی زود برمیگرده خونه. بالاخره پدر اجازه داد از خونه بریم بیرون. البته فقط تا جلوی در. آروم آروم تا زیر درخت خونه رفتیم. طول کشید تا اجازه رفتن به دکه سر خیابون رو بگیریم. البته به شرطی که با هم باشیم و دستای همو ول نکنیم. دیگه آزاد شده بودیم. تنهایی تا پارک نزدیک خونه می رفتیم. بازی می کردیم. بعضی وقتا هم یه سر به زمین هندبال می زدیم. کم کم هر جا می‌خواستیم می‌رفتیم. حتی تنهایی. بعضی روزا تنهایی میرفتم تو خیابون دنبال مادرم میگشتم با خودم میگفتم الان چه شکلیه حتما موهای سفید شده یعنی هنوز عادت داره موهاش رو ببافه لاغرتر شده یا چاقتر هنوز همه فکر و ذکرش دایکلایده الان کجاست هنوزم تو زمینه و ای که فکر میکنم مال خودش رو قدم میزنه به برادرم میگفتم بیا بریم با همدیگه دنبال ماما بگردیم شاید پیداش کنیم تا اینکه بالاخره مدرسه ها باز شد هنوز چند روزی از شروع مدرسه ها نگذشته بود که فهمیدم سیلویا، آنجلا و گیگی هم تو همین مدرسه هن. هنوز باشون دوست نشده بودم. هر وقت تو حیط مدرسه بودیم، یک گوشه وای میستادم نگاشون میکردم. دخترها همدیگه رو صدا میزدن، شوخی میکردن، دستای همدیگر رو میگرفتن و در گوشی با همدیگر حرف میزدن. اینقدر نگاشون کرده بودم که از پشت سرم میشناختمشون. مدل پیراناشون، زنگ صداشون، مدل موهاشون. حتی میدونستم آنجلا تو صف نارخوری همیشه اخم میکنه. با خودم فکر میکردم دختر کنار مامانشون زندگی میکنن بر همین انقدر خوشحال و قویت دلم میخواست مثل سیلویا و آنجلو و گیگی بودم همونقدر خوشحال و بیدقدقه بین ما چهار نفر قد سیلویا از همه بلندتر بود دلم میخواست جای سیلویا بودم روزی که با همدیگه دوست شدیم و خیلی خوب یادمه کوتی که تن آنجلا بود براش کوچیک شده بود درست میز ژاکت من برای همین اول از همه به آنجلا نگاه کردم چون فکر میکردم ما بیشتر به همدیگه شبیهیم مدل موهای سرمون که از فرق بافته شده بود و لباسهایی که نشون میداد برای زمستون سرد نیویورک کافی نیست. احساس غریبگی قوی ترین حس وجودم بود. یازده سالم شده بود. چهار سال از اومدنمون به بروکلین میگذشت. حالا برای اولین بار کنار آنجلا، سیلویا و گیگی ایستاده بودم. اولین بار بود که بعد از چهار سال احساس امنیت میکردم. سیلویا اومد کنارم بهم هم گفت: "چرا انقدر به ما ظلم میزنی؟ چیزی میخوای؟" صداش میلرزید نمیدونم به خاطر سردی هوا بود یا اضطراب صداش لحجه خاصی داشت دوباره گفت چرا چیزی نمیگی منظور بدی ندارم و فقط میخوام بدونم چرا همش به ما نگاه میکنی چی میبینی همه چی همه چی میبینم سیلویا دستش رو گذاشت روی صورتم تو همون دختری هستی که مامان نداره نخیر من نیستم آسمون ابری بود زنگ کلاس خورد سیلویا دستم رو گرفت و گفت از این به بعد تو هم از مایی روزی که با سیلویا و آنجلا گیگی دوست شدم سالها قبل از رفتنم پیش خواهر اونجا بود سالها قبل از افسرده شدنم تا مدتها بعد حرف سیلویا حقیقت داشت ما سالها دوستای جدا شدنی بودیم بعدا ازشون پرسیدم شماها تو من چی دیدین به نظرتون من چه جوری بودم گیگی جواب داد انگار گم شده بودی گم شده زیبا و البته مشتاق حرفای گیگی مشخصات همه ما بود وقتی تو روزای آفتابی تو حیات مدرسه کنار هم بودیم مشتاق گم شده و زیبا بودیم سیلویا کوچکترین دختر خانواده بود با پدر مادر و سه تا خواهرش از جزیره تو آمریکای مرکزی به بروکلین مهاجرت کرده بودند چند ماه بعد اومدنش هم با آنجلا و گیگی دوست شده بود سیلویا خیلی زود انگلیسی یاد گرفته بود پدر سیلویا مرد تحصیل کرده و روشن فکری بود یه مرد میان سال با موهای قهوه مایل به قرمز شبیه خود سیلویا پدرش همیشه از فیلسوفای بزرگ برای سیلویا حرف میزد سیلویا میخندید و میگفت چیزی از حرفای پدرش نمیفهمه گیگی هم یه سال قبلش با مادرش به بروکلین اومده بودن میگفت مامانش آرزو داشته تولد 21 سالگیش حتما تو نیویورک باشه مادر گیگی خیلی جوان بود بهش نمیومد دختری اندازه گیگی داشته باشه گیگی میگفت مادرش تو نوجوانی با سن و سال کمگیگی رو دنیا آورده اما آنجلا هیچ وقت از خانوادهش چیزی نمیگفت وقتی از گذشتش میپرسیدیم با ناراحتی میگفت من گذشته ای ندارم فقط با شما همینجا همین حالا بعضی روزا رفتارای آنجلا فرق می کرد. عصبانی و گوشه گیر میشد دستاشو مش میکرد و از ما فاصله میگرفت جرات نداشتیم چیزی ازش بپرسیم چون جوابش همیشه یه چیز بود چرا برم نمیکنی چرا دست از سرم بر نمیداری وقتی تنسی رو ترک کردیم شب بود پدر آروم و بی سر و صدا من و برادرم از خواب بیدار کرد از چند هفته قبل مدام با مادرم جر و بس و دعوا می کردن. مادر قسم می خورد با ساتور قصابی پدر رو می کشه. چون دایکلاید بهش گفته بود پدر با زن دیگه ای ارتباط داره دو سال از مرگ دایکلاید میگذشت می گذشت اما مادرم هیچ وقت مرگش رو باور نکرد مادرم می گفت دایکلاید همیشه باش حرف میزنه. مادرم فقط با من حرف میزد. حرفای یواشکی. حرفایی که به گفته خودش زنونه بود یکی از حرفای زنونش هنوز تو گوشمه هیچ وقت به زنا اعتماد نکن حتی زشتترین زنا مردی که فکر میکنی مال تو ازت میگیرن شنبه های هر هفته پدر من و برادرم رو به شهر بازی میبرد سوار قطار میشدیم کل شهر بازی رو دور میزدیم اول چرخ و فلک سوار میشدیم بعد سکوی پرش آزاد با چتر نجات آخر سرم اقیانوس ما از مردایی که تو شهر بازی پرسه میزدن میترسیدیم دست فروشا مردای سفید پوستی که همه تنشون خالکوبی داشت آدمای معتاد مهاجرایی که از مکزیک و جاهای دیگه اومده بودن من و برادرم محکم دست پدر رو میگرفتیم از پدر میخواستیم برامون پشمک و ذرت بخره ما همیشه برای سوار شدن چند تا از وسایل بازی و یه ساندویچ پول داشتیم فکر میکنم ما هیچ وقت معنی واقعی فقر رو نفهمیدیم آپارتمانمون خیلی کوچیک بود با یه میز پلاستیکی زرد و چند تا صندلی توی آشپزخونه. تخت خوابای کوچیک و قدیمی من و برادرم تو اتاق کوچیکی بود. پدرم توی حال میخوابید. بعد از اینکه ما رو میبوسید و شب به خیر میگفت، کاناپه رنگ رو رفته حالو و باز میکرد. پتوی کهنه ای روش رو همونجا میخوابید. اغلب لباس های ارزون میپوشیدیم. تابستونا زیرپوش پدر تنمون بود. زمستونا چند تا لباس رو هم دیگه میپوشیدیم. بعضی وقتا لباس ها انقدر برامون تنگ می شد که موقع پوشیدن پاره می شدن. اما همیشه غذا برای خوردن داشتیم. لباسی که ما را از سرما و گرما حفظ کنه داشتیم. ما سرپناه داشتیم. بچههایی بودن که با لباس های پاره گوشه خیابونا زندگی میکردن. بچههایی که همیشه گشنه بودن. ما بچههایی رو دیده بودیم که آرزوی یه بستنی داشتن. ولی ما هر روز غروب از ماشین بستنی فروشی بستنی می خریدیم. ما خیلی فقیر نبودیم. بیشتر وقتا همه چی داشتیم. چند سال اولی که اومده بودیم بروکلین بیشتر شبا با برادرم گریه می کردیم نمی دونم چرا ولی همیشه شبا یاد مادر میافتدیم. اینجور وقتها پدر کنارمون میشست. با نوازشاش آروممون میکرد. هر وقت برادرم ازم می پرسید چرا اومدیم یه شهر دیگه یا چرا مامان با همون نایمت بهش می گفتم؟ چون ماما حالش بد بود همیشه با دایی کلایت حرف میزد، اما حالا بهتر شده حتما تو راهه مطمئنم تا چند روز دیگه میرسه. مادرم قد بلند بود با دستای ظریف و کشیده همیشه دنبال چیزی یا کسی میگشت دستاش همیشه باز بود اما از وقتی که دایکلایت کلاید مرد چشماش غمگین شد و دستاشو مشت میکرد دیگه برای گرفتن کسی یا چیزی دستاشو باز نمیکرد اولین بار که دستای مشت کرده آنجلا رو دیدم یاد مادرم افتادم رنگ صورت آنجلا پریده بود قبلش خوب بود لابلای ماشینای رنگارنگ تو خیابون میرقصید. یه دفعه وایساد خودش رو جمجو کرد و ساکت شد ازش پرسیدم چی شده چرا یهو اینجوری شدی آنجلا سرش رو انداخت پایین همون موقع زنی از کنارمون رد شد زن تلو تلو میخورد و حواسش یه جای دیگه بود هر چهار نفرمون ساکت شدیم زن رو تماشا کردیم تا از کنارمون گذشت هیچ کدوممون حرفی نزدیم آنجلا فقط دستش مشت کرده با دیدن زن یاد مادرم افتادم پوستش شبیه پوست مادر نرم و لطیف بود از خودم پرسیدم مادرم کجاست تو تنسی بدون ما چیکار کار میکنه هنوزم رو ایوون خونه با لیمونا توی دستش میشینه دلم برای خندهاش لگ زده بود برای بوی موهاش وقتی روغن بهشون میزد با خودم فکر کردم چطور بدون مادر زندگی کنیم حتی پدر برای ادامه زندگی به مادر احتیاج داشت اما زندگی جریان خودش رو داشت فارغ از اینکه ما چی میخوایم یا به چی احتیاج داریم اصر روزی که پدر با رادیو اومد خونه رو فراموش نمیکنم. یه رادیوی قدیمی بود روشنش کردیم صدای موسیقی اتاق پر کرد من و برادرم دست و دست همدیگه رقصیدیم درست مثل وقتهایی که تو تنسی بودیم خیال میکردیم مادرمون رو حس میکنیم مادر دستامون رو گرفته بود و آروم کنارمون میچرخیم پدرم برس چوبی مخصوص موی اسب و با خودش از تنسی آورده بود با همون برس موهای برادرم و بعد هموم شونه می کرد. موهای برادرم زبر و فرفری بود سعی میکردیم کرک موهاشو رو با برس باز کنیم دردش میومد برای اینکه گریه نکنه بهش میگفتم چشاتو ببند فکر کن دستای من دستای مامانه اگه چشاتو ببندی حس میکنی برادرم چشاشو میبست و دستامو با دستای کوچکش میگرفت و میگفت آگوز حتی استخونهای دست مامان رو حس میکنم موهای خودم که حسابش جدا بود پدر دو هفته بار موامو میشست بعد سه دلار بهم میداد میرفتم پیش خانم پیری که طرف دیگه خیابون زندگی میکرد. پیرزن همیشه روی صندلی جلوی خونش میشست. با یه لیوان پر یخ و کوکاکولا کنارش. هوله رو رویشون ها میپیچیدم و روی زمین میشستم. سرم هم بین پاش تکیه میدادم. پیرزن همونطور که مامو روغم میزد و میبافت زیر لب آواز میخوند. به آهنگ دوم و سوم که میرسید خوابم میگرفت. پسر پیرزن تو جنگ ویتنام کشته شده بود. همیشه پرچم طلایی روی سینش سنجاق میکرد. مردم میگفتن بعد مرگ پسرش خیلی غمگین شده. زیاد با کسی حرف نمیزنه. بیشتر مبهوت به اجرا خیره میشد. پیرزن هر سربازی که میدید میگفت خوشحالم برگشتی خونه. بالاخره پسر منم بر میگرده. یه روزی بر میگرده و همه میبیننش. گوچه ما پر بود از معتادای خیابونی. مخصوصا تابستونا که تعدادشون بیشتر میشد. بچه ها سر متادا شرط میپستن، دورشون میکردن، ببینن کدومشون زمین میخوره. خیلی وقتها سرنگ های تزریقی آرودشون از با بازی پسرهای کوچیک میشد. شبا موقع خواب یه تیکه از لباس مادرم و دور خودم میپیچیدم. یه تیکه از کت پشمیش، هنوز بوی مادرم رو میداد. بعدش با برادرم دراز میکشیدیم به صدای کوچه گوش میدادیم. صدای رفت آمد مردم به خونهاشون. شبایی که خوابه، خونمون تو تنسی رو میدیدی خونه ای ما تو تنسی وسط زمین بزرگی بود کنار خونمون جنگل بود پر از درختای کاج و گردو و توسکا پایین جنگل رودخونه بود همه زمین ها مال پدر بزرگ مادرین بود که به مادرم و دای کلاید ارس رسیده بود من و برادرم تو خونه دنیا آمدیم و بزرگ شدیم که دور تا دورش جنگل بود و چمنزار خونه قدیمی بود و باید تعمیر میشد. سقف خونه نمزده بود. تیرکا پوسیده و خمیده شده بودن چوبای کف خونه شکسته شده بودن آب از دیوارهای طبقه بالا چکه میکرد. مخصوصا تو روزهای بارونی خونه بوی چوب پوسیده و آب شور دریا میداد. اما خونه برای من و برادرم آشنا و امن بود. از وقتی چشم باز کردیم تو همین خونه بودیم بدون اینکه متوجه خرابی های خونه باشیم. ما تو خونه بازی میکردیم و میدویدیم. درارو محکم باز و بسته می کردیم. ما تو خونه خودمون بودیم. شبا چشمامون رو می بستیم و صبحای روشن با لذت ناب خونه از خواب بیدار می شدیم. دای کلایت 23 سالش بود. فارغ و تحصیل دانشگاه. قد بلند با خنده های شیرین مثل مادرم. اروبا بعد خوابیدن من و برادرم مادر، پدر و دای کلایت تو ایوون خونه که دیگه خرابه شده بود می شستن. اغلب برای تعمیر خونه و آباد کردن زمین ها برنامه ریزی می کردن. اما نه دایکلاید نه پدر هیچ کدوم از کشاورزی و نجاری سر در نمی آوردن. پدرم اهل نیویورک بود و شهر نشین. دایکلاید هم عاشق کتاب خوندن و بیرون رفتن با دوست داشت. هیچ وقت راه و رسم کشاورزی و سمپاشی زمین رو یاد نگرفته بود. کار مزرعه رو دوش مادرم بود. مادرم با دستای دوست داشتنیش ساعتها روی زمین کار میکرد. دستایی که به خاطر کار زیاد زبر می شدن و ورم می کردن. سالی که برادرم دنیا اومد آتیش سوزی شد. قسمت زیادی از زمین ها تو آتیش سوخت. سال بعد نامه از دولت رسید. دولت به خاطر بدهی مالیاتی همه زمینای مادر رو ازمون گرفت. حالا دیگه فقط خونه برامون مونده بود. دولت صاحب درخت و زمینای اطراف خونه ما بود. دولت چیزی که مال یه خونواده بود رویاش بود و تصاحب کرد. با شروع جنگ از دای کلایت خواسته شد به ارتش ملحق شه. دای کلایت به ویتنام رفت. صبح روزی که خدافزی می کردیم، مادر به هم ریخته و نگران بود. با صدای بلند گریه میکرد. کرد. گوشه خونه نشسته بودم. با دستام گوشامو گرفته بودم. نمیخواستم صدای گریه های مادرمو بشنوم. شیش ماه بعد، نامه ای از ارتش رسید. تو نامه نوشته شده بود، دایی تو جنگ کشته شده. یادم زمستون بود. باد شدید و سردی میوزید پنجره ها به هم خوردن سوز سرما از سمت رودخونه تو خونه میریخت مادرم کف اتاق نشست سرش رو روی زانوهاش گذاشته و مثل بچه ها گریه کرد پدر به بخاری برقیه از کار افتاده تکیه داد صورتش رو با دستاش پوشونده بود پدر ساکت بود فقط گاهی به مادر نگاه میکرد میدونم که همشون خاطر است دیگه گذشته خاطرهایی که بعد 20 سال جرأت کردم دوباره بهشون فکر کنم اما همون جور که گفتم یادآوری گذشته از خود گذشته غم گیگی تعریف میکرد وقتی شیش سالش بود مادرش بردش جلوی آینه بهش گفت چشمات شبیه چشمای مادر بزرگمه مادر بزرگی که با بابای چینیش و مامان دورگش به آمریکا آمده بودن گیگی توی آینه به چشماش نگاه میکنه چشمای کشیده، قهوه‌ای و نافذ. مادرش به گیگی میگه موهاتم به مادر بزرگ رفته. زخیم و پرپشت. تنها بدید رنگ پوستده. رنگ پوستت مثل من تیر است. باید مواظب باشی بیشتر سیانشی. نشی. همیشه تو سایه را برو. هیچ وقتم قهوه نخور. دور گیگی حلقه میزدیم. موهاشو باز میکردیم دوباره میبافتیم. به گیگی میگفتیم خیلی خوش شانسی که موهای مجعد پرپشت داری با چشمای دخترای چینی گیگی میگفت یه روز هنر بشه معروفی میشم اون وقت همه جا منو میبینین تو تلویزیون رو پرده سینما صحنه تئاتر همه راجع به من حرف میزنن میخوام ببینم من کیم وقتی گیگی از آیندهش حرف میزد به موفقیت شک نداشتم اطمینان تو صداش موج میزد صدای مطمئن و گیرا دورش حلقه میزدیم با هم میخوندیم کیه کیه ستاره بزرگ کیه ستاره بزرگ گیگیه عروسک چینی شکلاتی گیگیه دوستی ما چهار نفر به جایی رسید که همه رازامون رو برای همدیگه فاش میکردیم چهار زانو دور همدیگه میشستیم سرامون رو به همدیگه می هم نزدیک میکردیم در گوشی داستانهای توی دلمون رو تعریف میکردیم مثل روزی که گیگی با لباس پاره و چشمای قرمز ورم کرده اومد پیشمون گفت سربازی که پشت راپه لیزیر زمینشون میخوابه مزاحمش شده گیگی ترسیده بود خیلی ترسیده بود آخه ما فقط دوازده سالمون بود گیگی گفت بچه یادتون باشه یه رازه هیچ هم خبر نداره حتی مامانم اگه بفهمه میگه من مقصر بودم آخه مامانم فکر میکنه اگه پسری مزاحم یه دختر بشه مقصر خود دختره موهای بافته شدهش رو بالای سرش پیچیدیم نوازشش کردیم اشکهای صورتش رو پاک کردیم برای اینکه آرومش کنه گفتیم تو مقصر نیستی مطمئن باش ما به کسی چیزی نمیگیم ما خودمون انتقام تو ازش میگیریم پولامون رو گذاشتیم رو هم دیگه یه بسته تیغ ریش تراشی خریدیم تا عصر به گیگی یاد میدادیم چجوری از تیغ برای دفاع از خودش استفاده کنه از تو فیلم یاد گرفته بودیم به گیگی گفتیم به محض اینکه سرباز و دید تیغش رو در بیاره گیگی نگران بود از همون پرسید بچه ما همیشه کنار هم میمونیم مگه نه همه با هم ما هم با هم جواب دادیم معلومه, که میمونیم. میمونیم ما همیشه, ما همیشه برای هم خوهریم اما قبل اینکه گیگی از تیغ استفاده کنه سرباز مرده بود سه روز بعد مرگش رفتگر محله پیداش کرد با یه سرنگ آلوده تو بازوش آنجلا صدای بینظیری داشت با آهنگایی که از تلویزیون پخش می شد همخونی می کرد از صداش لذت می بردیم غم عجیبی تو صداش بود نمی دونستیم غمش از کجا میاد نمی دونستیم از کی و چرا اینقدر غمگین شده تنها چیزی که آنجلا از مادرش می گفت بازیگر بودن مادرش بود وقتی ازش می پرسیدیم هنوزم بازی می کنه بدون اینکه جوابی بده ازمون دور میشد. بعضی وقتام عصبانی می و می گفت چرا شما همش تو کار من فضولی میکنین؟ خیلی وقتا وقتی از مادرمون حرف میزدیم آنجلا سرش رو رو شونه گیگی میذاشت گریه کرد از قصه آنجلا هممون قصه دار میشدیم برای اینکه آرومش کنیم میگفتیم عوضش ما دوستت داریم تو خیلی خوشگلی آنجلا آواز بخون تو یه روز خواننده معروف میشی اون وقتا فکر میکردم مامان آنجلا چشه چرا هر وقت ازش حرف میزنه پر از قصه میشه چند باری ازش سوال کردیم اما آنجلا هیچ وقت از مادرش چیزی بهمون نگفت. وقتی تو خیابونای بروکلین راه می رفتیم با خودمون تیغ می بردیم. تیغ و می تو جورابمون. اینجوری احساس امنیت می کردیم. بروکلین حالا برای ما که دوازده سال داشتیم جای ناامنی شده بود. خیابونا پر بود از سربازای معتاد، بچهای ولگرد خیابونی. هر کدومشون برای ما دخترای جور خطر بودن. باید بیشتر احتیاط می اما سیلویا فرق داشت. همیشه دوست داشتم مثل سیلویا باشم هممون دوست داشتیم شبیه سیلویا باشیم سیلویا قد بلند بود و زیبا صدای بم و خشداری هم داشت فقط قیافه زیباش نبود من دلم میخواست خود سیلویا باشم سیلویا به همه میخندید و راضی بود حتی نسبت به خواسته پدرش وقتی پدرش گفته بود قراره به آمریکا مهاجرت کند سیلویا طبق خواسته پدرش لاتین میخوند پدرش گفته بود سیلویا باید حقوق بخونه ازش پرسیدیم خودت چی دوست داری؟ گفت مم. من که خودم تصمیم نمیگیرم از کجا باید بدونم؟ بزرگترا همیشه از بچه هاشون میخوان رویه های اونا رو زنده کنن. پدرم میگفت من استعداد زیادی تو درس خوندن دارم. میتونم مثل سیلویا وکیل بشم. مادر آنجلا هم رویای خواننده شدن تو گوش آنجلا خونده بود. گیگی هم میخواست هنر پیشه بشه. گیگی میتونست تو جلد هر کدوم از ما که میخواد بره چشماشو ببنده به هر جا که میخواد سفر کنه دیگه میتونست جای هر کی که میخواد زندگی کنه با کتاب خوان همه جا وقتی سه چهار سالم بود تلویزیون برنامه درباره بچه های آفریقایی پخش میکرد هنوز انقدر بزرگ نشده بودم که مردن از سر فقر رو بفهمم بچههایی که از شدت لاغری دنده هاشون معلوم بود با شکمای گنده و چشمای بیرو هر وقت مادرم این صحنه ها رو میدید میگفت نو خداتونو بخورین بچه های آفریقایی از گشنگی دارن میمیرن هنوزم تصویر بچه های آفریقایی تو مجله هایی که پدر با خودش آورده بود بروکلین بود با خودم فکر میکنم ما آدما چطور خودمون از بچه های جنگ زده آفریقایی جدا میدونیم یادمه روی جلد مجله ها دست میکشیدم و سرای کچلشون رو نوازش میکردم. روی صورتهای شیرین و معصومانشون دست میکشیدم. با خودم میگفتم اگه قرار باشه فرشت بیان زمین باید شکل بچه های آفریقایی باشن. معصوم و بیگناه و خیلی فراموش نشدنی. وقتی تصویر بچه های آفریقایی رو, رو روی جلد مجله ها به یاد میارم به خودم میگم ما خیلی هم فقیر نبودیم. شکممون همیشه سیر بود. با همون لاغر بود اما ازولانی بود. موامونم تمیز و روغن خورده بود. یه روز که از پشت پنجره با برادرم بیرون رو تماشا میکردیم متوجه زنی شدیم که با دو تا بچه کوچیک پشت ساختمونمون ایستاده بود. تا حالا ندیده بودیمش. خم شدیم ببینیم با کی کار دارن. زن طبقه پایین در باز کرد. همون که پدر ازش خوشش نمی اومد. زن به محض دیدن بچه ها بغلشون کرد. بعد با زنی که بچه ها رو آورده بود حرف زد. نمیدونم به چه زبونی. بعد دست بچه ها رو گرفت و آوردشون تو. هنوز پشت پنجره بودیم که زنگ خونه ما رو زد با برادرم دویدیم دم درد. زن طبقه پایینی بود گفت بچه هاشن خواهش کرد بچه ها پیش ما بمونن تا بره غذا بخره بعدم بدون اینکه منتظر جواب باشه بچه ها رو هل داد تو خونه و رفت بچه ها آروم رفتن کنج دیوار وایسادن خیلی لاغر بودن رنگ پوستشون قهوه سوخته بود مثل رنگ پوست مادرشون سنی نداشتن دختر چهار سالش بود برادرش دو ساله بود. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دوتاشون زدن زیر گریه برادرم رفت هر چی خوراکی داشتیم آورد چیپ سیب زمینی سیب آجیل چند برش کالباس و ژله بچه ها وقتی خوراکی ها رو دیدن ساکت شدن شروع کردن به خوردن با چه هرس و ولایی میخوردن هنوز مدل غذا خوردنشون تو ذهنم مونده چند ساعتی گذشت اما از زن طبقه پایین خبری نشد از سر و صدایی که از خونش میومد فهمیدیم خون است نمیفهمیدیم چرا نمیاد دنبال بچه ها. وقتی دوباره حوصله بچه ها سر رفت و شروع کردن به گریه دستشون رو گرفتیم بردیمشون طبقه پایین زن در رو باز کرد چشمش خوابالود بود کلاگیس سرش کرد شده بود از دیدنمون خوشش نیومد بدون اینکه چیزی بگه دست بچه ها رو گرفت برد تو خونه در یه قضیه تشکر خوشگوحالی بیخود نبود پدر هیچ وقت ازش خوشش نمیومد برادرم همیشه ازم هم میپرسید چرا بابا ازش خوشش نمیاد منم چیز زیادی نمیدونستم اما حدس می زدم احتمالا به خاطر مهمونای های که وقت و بی وقت میان خونش. به هر حال هنوز چند ساعتی از رفتن بچه ها نگذشته بود که صدای گریهشون کل ساختمون رو برداشت. صدای گریهشون آزاردهنده بود. رادیو رو روشن کردم. رفتم روی کانالی که آواز پخش میکرد. صداش رو تا ته تیاد کردم. بزرگترین سرگرمی ما رادیو بود. تو هر موقعیتی به دادمون می رسید. من و سیلویا و گیگی روزایی که مادرش خونه نبود روی زمین دور رادیو می شستیم به همدیگه تکیه می دادیم. با همدیگه به ترانه هایی که از رادیو پخش میشد گوش می سیلویا هم با آهنگا همخونی می کرد. ما محو صدای خواننده می شدیم. در این حال با به سیلویا نگاه می کردیم که سعی می کرد پا به پای خواننده صداش رو تنظیم کنه. تو سالای نوجوانی انقدر از کنار هم بودن لذت می بردیم که ایمان داشتم دوستی بین ما چهار نفر تا ابد باقی میمونه. هر روزش برا می خاطر است. تجربه شیرین دوستی های ناب. یه روح بودیم تو چهار تا بدن. چیزی بین ما خصوصی نبود. حتی لباس و ساندویج رو قسمت می کردیم. یه قضیه کوچیک و پیش پا افتاده ساعتها سرگرممون میکرد. هر وقت پول تو جیبیامونو می گرفتیم می رفتیم دهکه ساندویجی. هنوز مزه ساندویجاش زیر زبونم. هیچ وقت توی زندگیم مزه ساندویجای بچگی تکرار نشد. یادمه وقت خوردن نوشابه انقدر میخندیدیم که نوشابه از دماغمون میزد بیرون. حالا دیگه انقدر بزرگ شده بودیم که بفهمیم خیابونای بروکلین برای تکی تک ما خطرناکه. سیزده سالمون بود دیگه معنی نگاه های کفاش محل یا سرواز های گذری رو میفهمیدیم. برای که به هم یادآوری کنیم که حواسمون هست مدام به هم هشدار میدادیم تنهایی نری کفاشی یکی رو با خودت ببر آهای گیگی گی، وقتی تو کلیسا غیر تو دختری نیست به پسرای محراب اعتماد نکن اصلا از گروه کور کلیسا بیا بیرون داستانای وحشتناکی درباره کشیشا هست وقتی خواننده معروفی شدی حسابی حواست رو جمع کن آدم های زیادی کمی میکنن تا ازت خوراک درست حسابی بسازن اما خطرات و هشدارها باعث نمیشد از کنار هم بودن و بیرون رفتن لذت نبریم تناب بازی پوچ لیلی یادش بخیر تا به سونا دنبال ماشین بستنی فروشی تا تای کوچه میدویدیم از درختها بالا میرفتیم همدیگه رو حل میدادیم زیر شیر آتش نشانی که هر چند وقت یه بار می گاهی وقتا با همدیگه میرفتیم خرید لباسایی می خریدیم که شبیه هم باشن. یه بار تیشرتای خریدیم که حرف اول اسممون روش پولک دوزی شده بود. وقتی با تیشرتامون تو خیابون قدم می زدیم، احساس می کردیم همه نگامون می کنن. سرمون رو بالا می گرفتیم. دستای همدیگر رو می گرفتیم. می زدیم زیر آباز. یک یه دوسی داشتم. دو خیلی دوسش می داشتم. سه سه پاس گذارم. چار چاره ندارم. چار چاره ندارم یه جوری تو خیابون راه می رفتیم انگار کل خیابون مال ماست پسرای محل و سربازای از جنگ برگشتم اگه قصد خطایی داشتن چش خوره نصیبشون میشد هیچ وقت بهشون اهمیت نمیدادیم اجازه نمیدادیم نزدیکمون بشن حتی واسهشون قلدری هم میکردیم ما چهار نفر وقتی کنار هم بودیم کسی حریفمون نمیشد اما همه چیز مربوط به زمانی بود که با هم بودیم وگرنه خوب میدونستیم بروکلین برای چهار تا دختر نوجوان اصلا امن نیست میدونستیم خطرهای زیادی تو تاریکی کوچه ها گوشه های خیابون یا پشت پرده های مغازه تو کمین دخترای تنهاست وقتی که غرق دوستیامون شدم یاد حرفای مادر میافتادم آهای دختر هیچ وقت اجازه نده زن یا دختری بهت نزدیک بشه دخترا قابل اعتماد نیستن هر وقت بتونن بهت خیانت میکنن حالا من سیلویا، آنجلا و گیگی خیلی به هم نزدیک بودیم. انقدر صمیمی که همه رازامون رو به هم دیگه میگفتیم. اما هیچ وقت به هم خیانت نمی کردیم. اگه مامان پیشم بود، حتما دوستامو بهش نشون میدادم. بهش میگفتم درباره زنا اشتباه فکر میکنه. کاش الان اینجا بود. یعنی مامان منو میبینه؟ من و برادرم بزرگ شده بودیم. هر دو به مدرسه میرفتیم. اما هنوز عادت داشتیم شبا موقع خواب دسته همدیگه رو بگیریم و هم همدیگه بگیم چقدر همدیگه دوست داریم انقدر بزرگ شده بودیم که درباره نقش که برای آیندهمون میکشیدیم با همدیگه صحبت کنیم یا درباره اتفاقایی که تو کوچه میافتاد با همدیگه حرف بزنیم راجع به دعواهایی که میشد سربازایی که از جنگ برگشته بودن اونایی که دست یا یه پا نداشتن یا جسد معتادایی که تو جوب پیداشون میکردن همیشه به هم قول میدادیم طرف مواد مخدر نریم معتاد نشیم شبیه مهاجرا و سیاپوسایی که کار خلاف میکردن نشیم به هم دیگه قول میدادیم وقتی بزرگ شدیم مثل دایی کلاید بریم دانشگاه آدم حسابی همون وقتا بود که جرأت کردم از پدر درباره کوزه ای که روی تاخچه بود سوال کنم بابا تو کوزه چیه خودت خوب میدونی چیه چرا چی میپرسی میدونم خاکستریم میخوام بدونم مال کیه جواب اینم میدونی مال دایی کلایده دای که دفن کردیم خاکستری ازش نداریم تا به سون سال 1977 ساعت 9 شب سائقه به یکی از خطوط برق نیویورک زد بخش بزرگی از نیویورک 25 ساعت تو خاموشی مطلق گرفتار شد یکی از بخش ها بروکلین بود توی 25 ساعت نزدیک به هزار مورد آتیش سوزی اتفاق افتاد مردم به جون فروشگاه افتادن چیزی حدود 1600 فروشگاه قارت شد فروشگاه خیابون ما هم قارت شد من و برادرم از پنجره تماشاشون میکردیم. مردم از همه جای نیویورک ریخته بودن کفش، تلویزیون، ماشین لباسشویی یا هر لباسی دستشون میرسید و با خودشون میبردن. پدر بیرون رفتن و قدرغن کرده بود. خودشم تو خونه کنار ما بود. وضعیت سختی داشتیم. تقریبا همه کارا تعطیل شده بود. حتی کارهای اولیه خونه هم نمیشد انجام بدیم. شبا شم روشن میکردیم. غذامون فقط کنسروهای آماده بود که از قبل داشتیم. تمام غذاها و مواد فاسد شدنی توی یخچال خراب میشد. تنها باری که پدر از خونه بیرون رفت برای پیدا کردن کیسه‌های یخ بود تا از فاسد شدن خوراکی‌ها جلوگیری کنه. زندگیمون شبیه فیلم‌های آخر زمانی شده بود. صدای بوغ و آژیر آتش نشانی و پلیس مدام شنیده میشد. دست فروش ها جنس هایی که از فروشگاه دزدیده بودن با قیمت های باور نکردنی تو خیابون میفروختن. بهترین جنس با کمترین قیمت. کوچه ها شبیه جمع بازار شده بود. همه با صدای بلند قیمت جنساشون رو جار می زدن. یادم میاد پیرزنی یه بغل لباس از تو خوشویی دزدیده بود. پلاستیک لباس ها برق می زد. هنوز صورت پیرزن که از خوشحالی نیشش تا بناگوشش باز بود یادمه. دو تا پسر بچه هم سن سال برادرم تو کوچه کفشای اسکیت دزدیشون رو به همدیگه نشون میدادن. یادم چند بار از پدر خواستیم بذاره ما هم بریم اما پدر اجازه نمیداد میگفت اسم این کار دزدیه ما هیچ وقت دزدی نمیکنیم. پدر حتی اجازه نمیداد جنس های به درد نخوری که تو خیابون ریخته شده بود و برداریم. خیلی هم جدی بود و بهونه ای رو قبول نمی کرد. خاموشی خسارت های زیادی به شهر زد. از جمله اخراج پدرم و صدها کارگر دیگه. مردم وضعیت اسفباری داشتن. دولت و خیریه ها تو پارک و مدارس غذای مجانی پخش میکرد. بچه ها و آدمای گرسنه کیلومترها برای گرفتن غذا صف میکشیدن. من و برادرم من جدا از بقیه نبودیم. تو صفی که دور پارک میپیچید به حفاظه زنجیری تکیه میدادیم. ساعتها منتظر میشدیم شاید یکی از پاکت های قهوهی که توش ساندویژ کارباس با آب شیرین بود بگیریم. تو صف که وای میستادم به سیلویا، آنجلا و گیگی فکر میکردم یعنی اونا مثل ما گرسنه و گرمازده زده بودن؟ بروکلین دیگه مثل سابق نبود. همه آدم حسابی ها از محل رفته بودن. سفید پوست ها اولین کسایی بودن که محل رو ترک کردن. جلوی در خیلی از خونه ها تابلوی فروشی نصب شده بود. اما قبل اینکه خونه هاشون به فروش بره می رفتن. خونه ها رو به مادرای تنها یا مواد فروش های جره می دادن. خیابونا پر بود از تو شکای کهنه، میزای شکسته یا جا کتابی های قدیمی بود که از خونه ها میریختن بیرون تو خونه تنها کسی که مرگ مادر رو باور نکرده بود من بودم حتی برادرم من با قضیه کنار اومده بود برای همین خیلی دل به دلم نمیداد بیشتر وقتش رو روی تختش میشست مسئله ریاضی حل میکرد عاشق ریاضیات و اعداد و ارقام بود حل مسئله های هندسه برای سرگرمی لذت بخشی بود هر وقت درباره مادرم حرف میزدم یا میگفتم یا برگردیم پیش مادر میگفت مادر رفته برای همیشه رفته چرا نمیخوای قبول کنی ولی من هیچ وقت دلم نمیخواست باور کنم مادرم رو نمیبینم آخرای پاییز بود که سرکله زنی که بچه های طبقه پایین آورده بود دوباره پیدا شد این دفعه اومده بود بچه ها رو با خودش ببره پسره رو بغل کرده بود دخترم پشت سرش سلانه سلانه راه میرفت صدای جیغداد پسر محل برداشته بود دلش نمیخواست همراه زن بره پدر پرسید چی شده؟ گفتم بچه های طبق پایینن یکی داره بچه ها رو با خودش میبره از کنار پنجره برگشتم تو اتاق رو تختم نشستم دلم گرفت به بچه های طبق پایین عادت کرده بودیم آخرین باری که خونه ما بودن موهای دختره رو روغن زدم و بافتم همونجور که مادر موهای منو میبافت براشون ساندویج و برغور و تخم مرغ آماده کردم روی بازوها و زانوهاشون وازلین مالیدم صورتشون رو تمیز کردم بچه ها پیش ما احساس راحتی میکردن. دختره خیلی از کتاب خوندن من خوشش میومد. هر وقت میومد یه کتاب میداد دستم براش بخونم. موقع بازی وقتی میخندید دندوناش از سفیدی برق میزد. تا مدت بعد رفتنشون برادرم میگفت هنوز صدای گریه پسر تو گوششه. بچه های بچانسی بودن. برعکس ما که گاهی فرشته ای از آسمون برامون میرسید. با اومدن خواهر لورتا به خونمون همه چی تغییر کرد. زندگیمون نظم گرفت و سر پیدا کرد. خواهر لورتا همونطور که گرد و قبار و کسیفی رو از در و دیوار خونه شست و از بین برد ذهنای مشوش و خسته ما رو هم از خاطرات بد گذشته پاک کرد خواهر لورتا برای من برادر و پدرم یه فرشته بود بارها به زنایی که قرار بود جای مادر رو برامون پر کنن فکر کرده بودم اما خواهر لورتا به هیچ کدوم از تصورات من شبیه نبود من همیشه زنی رو تصور می کردم که برای عزیزتر شدن پیش پدر ما رو بچه های عزیز خودم خطاب میکرد کسی که شبا وقتی خوابیم صدای پچپچاو و خنده هاش از توی حال شنیده شه. تو تصورات من زنی که قرار بود جای مادر رو بگیره موقع آماده کردن صبونه موهاش رو بیگودی میپیچید وقتی هم موای من به برادرم گوش زد می کرد، شستش رو از دهنش در بیاره. زنی که برای درست کردن صبونه نظر ما رو هم میپرسید. اینکه پنکیک دوست داریم یا چیپوف شکلاتی با شیر یا وقت کشیدن غذا از همون میپرسید کم میخوریم یا زیاد؟ زنی که حسابی به خودش میرسید و موقع رفتن پدر با مهربونی از پدر خداحافظی میکرد. تصویر دیگه ای که مدام پیش خودم مرور میکردم تصویر پدر، برادر و خودم همراه زنی جای مادر بود. همراه زنی دور میز توی رستوران در حالی که تکه های گوشت رو با جامبونه مزدار میخوردیم. اما خواهر لورتا هیچ کدوم از تصوراتم نبود. هیچ وقت با پدرم پچ نکرد و نوشیدنی نخورد. هیچ وقت با ما به رستوران نیومد. حتی توی هم از غذایی که میخوردیم خوشش نمیومد. همیشه میگفت غذاهایی که شما میخورین حرومه. خواهر لورتا مسلمون بود. همیشه سرش پوشیده بود و لباساش تا مچ پا بلند و گشاد بود. پوشش کامل براش خیلی مهم بود. مخصوصا پیش پدر. همیشه از پدر فاصله میگرفت. هیچ وقت مثل زنای دیگه آرایش نمیکرد. خواهر لورتا میدونست بدون بزک دوزکم جذاب و دوست داشتنیه همیشه میخندید به خصوص وقتی به ما نگاه میکرد وقتی ظرفای کثیف و خاک گرفته رو میریخت توی سینک تا بشوره زیر لب زمزمه میکرد دستاش منو یاد دستای مادر مینداخت وقتی کار میکرد جلوی در آشپزخونه میشستم زانوامو بغل میکردم چونمو میذاشتم روی زانوم نگاش میکردم خواهر لورتا مثل فرشته بود که از طرف خدا فرستاده شده بود تا ما رو نجات بده. از وقتی پای خواهر لورتا به خونمون باز شد، ژامبونای بخارپز و مزهدار همراه سیب زمینی های سفید و شیرین ناپدید شدن. خواهر لورتا معتقد بود غذاهای اینطوری غذای برده هاست. میگفت ما دیگه برده کسی نیستیم. به جاش برامون خورش لوبیا چیتی و بادمجون پنیری درست میکرد. گوشتامون رو از قصابیایی که گوشت حلال داشتن تهیه میکرد برامون شلغم تنوری با سس پنیر استیک کبابی با مارچوبه و برنج میپخت عاشق دستپختش بودم یه بار وقتی میز غذا رو با غذاهای سالم رنگارنگ رنگ چیده بود با لحنی که تازگی یاد گرفته بودم به برادرم گفتم من یه تنه دخل همه غذاها رو میارم داداشی برادرم با همون لحن جواب داد مگه از جنازه داشت ردشی که دست به غذا بزنی آبچی خانوم با برادرم خندیدیم و چرت و پرت گفتیم این مدل حرف زدن رو تازه یاد گرفته بودیم خواهر لورتا کنارمون نشست تو چشامون نگاه کرد و گفت این طرز حرف زدن مال تو کوچه خیابونه نه تو خونه میدونست این و معتادا و بیسوادا اینطوری حرف میزنن اگه میخوایم وقتی بزرگ شدین آدم حسابی شین نباید اینطوری حرف بزنیم من و برادرم به درستی حرفهای خواهر لورتا ایمان داشتیم درست مثل مادرمون دیگه هیچ وقت جلوش اونجوری حرف نزدیم انقدر به خواهر لورتا عادت کرده بودیم که ماما خواهر لورتا صداش میزدیم خواهر لورتا میگفت خواست خداست که از ما مراقبت کنه برای همین تمام سعیش رو میکرد به بهترین نحو این کار رو انجام بده صبح وقتی زنگ در رو میزد پله ها رو دوتا یکی می کردم تا زودتر در رو باز کنم با اشتیاق بغلم کرد بعد کنارم میزد و میگفت خب بس دیگه امروز کلی کار داریم باید بریم سر کارمون خواهر لورتا با صبر و حوصله به من و برادرم یاد میداد چطور خونه رو تمیز کنیم کابینتا رو بشوریم هر چیزی رو سر جای خودش بذاریم وقتی کف خونه رو میسابیدیم از فرصت استفاده میکردم از خونمون تو تنسی و مادر براش حرف میزدم بهش میگفتم وقتی مادرم کنار رودخونه قدم میزد چقدر زیبا بود میگفتم وقتی به جنگل میرفت منم به خودش میبرد با هم میون درختها قدم میزدیم و به قول مادر حرفای زنونه نمی حرف زدن از مادرم باعث میشد خاطراتش برام جون بگیره. صدای خرد شدن میوه کاج و زیر پاهامون وقتی لابلای درخت راه میرفتیم میشنیدم مطمئن بودم اگه خواهر لورتا خونه و مادر رو میدید حتما خوشش میومد اومد. تنسی خیلی آروم تر از بروکلینه. وقتی از مادر و خاطراتش حرف می زدم خواهر لورتا متوجه غم و حسرت توی صدام می شد. به ناراحت نباش دختر جون اگه خدا بخواد همه چی درست میشه بالاخره حرفای خواهر لورتا درست از در اومد آرامش شادی و نظم دوباره به خونمون برگشت بعد از سالها طعم غذاهای مامان تو خونمون میپیچید همونطور که خونه تمیز شده بود ذهنهای ما هم از کابوسهای گذشته خلاص میشد زخم دست برادرم که از سایت تا مچ دستش گرفته بود کم کم به رنگ قهوه مایل به قرمز در اومد. دوستای تازه پدرم که مسرمون بودن گفتن باید خدا رو شب کنیم چون احتمال داشت خیلی بدتر بشه. اصرا که کارمون تموم می با خواهر لورتا می رفتیم تو اتاق کنار هم نماز می خوندیم. از عبادت کردن کنار خواهر لورتا لذت می بردم. احساس می کردم خدا حرفامو می شنبه. از خدا می ذهن تاریکم رو روشن کنه. احساس می کردم تو دنیا گم شدم. دعا می کردم راه هم روشن شه. تو اتاق به خواهر لورتا اصرار میکردیم هجابش رو برداره تا ماشو ببینیم. با احتیاط وقتی مطمئن میشد پدرم نیست هجابش رو بر داشت. بعد موهای کوتاه و قشنگش رو به ما نشون میداد. وقتی موهای منو شونه میزد و میبافت سرمو میپوشند و میگفت اگه قول بدی همیشه غذای حلال بخوری و خودتو از نامحرم بپوشونی وقتی بزرگ شدی مثل فرشته ها همیشه به خواهر لورتا قول میدادم اما دروغ میگفتم بیرون از خونه سرمو نمیپوشوندم وقتی با دوستان بودم هاتداگ و بیکن میخوردم اعتقاد مسلمونیم فقط تو قلبم بود اما وقتی تو خونه بودم دلم میخواست نماز بخونم و سرمو بپوشونم پدر هیچ وقت اصرار نکرد مثل خودش و برادرم همه ی آداب مسلمونی رو به جا بیارم همیشه میگفت بذار هر جور که دلش میخواد باشه و من از اینکه پدر پشتم بود خوشحال می شدم. نیویورک سالهای نوجوانی من نیویورک وحشتناکی بود. تصاویر کودکان آفریقایی جاشونو و به عکسهای تازه از بچه های فقیرنشین شیکاگو و لس آنجلس و نیویورک میدادند. اخبار تلویزیون پر بود از تصویر بچه های که با حیرت به دوربین تلویزیون زل می زدن. گروه های خلافکار همه جا دیده می شدن. خیابونا بیشتر از هر وقت دیگه خطرناک بودن. اخبار تلویزیون با نشون دادن گروه های خیابونی خطرناک بودنشون رو هشدار میداد. برادرم اغلب پشت پنجره دنبال دوربینای تلویزیون میگشت که اطراف بلوکا پرسه میزدن. دوربینایی که آماده شکار تصاویر فقر و کشدار بودن. مخصوصا چهره بچه های فقیر رو رها شده. توی دانشگاه خوندم تو کشور اوگاندا. مردم برای هر آدمی وقتی هنوز بچه است یه قبر میخرن خواهر لورتا برای ما مثل مادر بود وقتی مریض میشدیم و پیشونیامون از تب میسوخت وقتی شکمامون پیچ میخورد یا سرامون از شدت درد سنگین میشد وقتی دستای پر محبت و نوازشگری میخواستیم تا دردمون رو آروم کنه ماما خواهر لورتا بود وقتی دور تخته شطرنج یا منچ بودیم دائم به قصهاش میخندیدیم و التماس میکردیم بازم بگه اما هر وقت یاد مادرم میافتادم میفهمیدم خواهر لورتا مادرم نیست هر وقت آهنگی از رادیو پخش میشد آهنگی که تو تنسی کنار مادر و دایکلایت گوش کرده بودیم نگاه پدر به سمت پنجره میرفت پدر به دور دست ها خیره میشد شاید منتظر بود معجزه و مادر دوباره برگرده آه چقدر زمان گذشته بیست ساله که همه چیزو از ذهنم پاک کردم بیست ساله که انقدر خودمو مشغول کردم که حتی یه بارم به گذشته بر نگردم حالا چی شده که همه چی مثل فیلم جلوی چشمم ظاهر شده همش از مرگ پدر رو برگشتم به بروکلین شروع شد تصویر مادر برای من دو تیک است مادر همیشه خوشگل و مرتب قبل از مرگ دایکلاید مادری با موهای پریشون و چشمای همیشه عصبانی بعد از اومدن روح دایی کلاید. شبا که پدر و برادرم برای خوندن نماز به مسجد می رفتن، سرم و می و سجده می کردم. خودم هم نمی چی از خدا می اما به هم آرامش میداد انگار فهمیده بودم خیلی زود روزگار دوستی من با سیلویا، آنجلا و گیگی به سر می رسه. روزی ما زنای بالغی میشیم روزی که دیگه نمیتونیم بازوامون رو حلقه کنیم تو خیابون را بریم. نمیتونیم بعد از را روی پای هم دراز بکشیم. موهای هم شونه کنیم. خبری از آواز خوندن نخواهد بود. شرای بچگونه که موقع بازی میخوندیم. میدونستم دیگه خبری نیست. خبری از دوستی نیست. مادر اینو از قبل به هم گفته بود. روزی میرسه انقدر بزرگ شیم که دیگه به هم دیگه اعتماد نمیکنیم. رازامونو به هم نمیگیم. روزگاری که دیگه به همدیگه اعتماد نداریم. به دورانی رسیده بودم که به هر چیزی نگاه می کردم شفافیت قبل نداشت. دوران بلوغ و تردید. دورانی که تو هر حقیقتی ذره ناپاکی وجود داشت. وقتی نه سالم بود، همون وقتی که تازه به بروکلین اومده بودیم، همه دلخوشی من و برادرم نگاه کردم به بازی بچه ها از پشت شیشه پنجره بود. جروم جز بچه بود که همیشه با پسرهای دیگه زیر ساختمونمون بازی میکرد. خودش میگفت تو یکی از همون روزا من از پشت پنجره دیده همون موقع از من خوشش اومده اما من یادم نمی اومد اون وقت من خیلی بچه بودم تازه به نیویورک اومده بودیم و من هنوز چیزی از پسرا نمیدونستم سالها بعد وقتی چهارده سالم بود یه روز جروم تو خیابون جلومو گرفت به هم گفت که منو میشناسه نگاش کردم تو قیافه تازه به بلوغ رسیدش تهمونده از صورت بچگیاش باقی بود صورت محو پسر بچه‌ای که پایین خونه بازی می کرد گه سرش رو بالا می آورد و به پنجره نگاه می کرد. به من گفت از همون وقت به من فکر می کرده و عاشقم شده. به هم گفت که میخواد وقتی بزرگ شدیم با هم ازدواج کنه. جروم به هم گفت دوسم داره. کی می تونه حس عاشق شدن برای اولین بار توصیف کنه؟ هیچکس. فقط دختران که این حس رو فقط دختران. زندگی سیلویا با زندگی همه ما فرق داشت. چهار تا خواهر بودن که هر روزشون برنامه ریزی شده بود. کلاس پیانو، کلاس رقص، بعد از روی یک هم وقتی از کلیسا برمیگشتن معلم فرانسهشون راه و رسم زنای متشخص رو بهشون یاد میده. چطوری را برن، چطوری بشینن یا پاشن. یا انواع ظروف سر و غذا رو بشناسن و کلی چیزای دیگه. تو مدتی که سیلویا مشغول یاد گرفتن راه و رسم خانم شدن بود، من، آنجلا و گیگی از سوراخ در اتاقش نگاش میکردیم. مادر، پدر و معلم فرانسه سیلویا هیچ وقت بهمون به اجازه نمیدادن نزدیکشون بریم. یه جوری رفتار میکردن که یعنی همچین درسایی به درد ما نمیخوره. حتی معلم فرانسه وقتی ما رو میدید قیافش رو یه جوری میکرد که به ما بفهمونه تا همین هم زیادی اومدیم. پشت در اتاق سیلویا ما خودمون رو زیبا نمیدیدیم. هرچی میدیدیم زشتی، کهنگی و خجالت از خودمون بود. نگاه های مادر سیلویا این واقعیت و واضح به ما گوش زد می کرد. اما سیلویا برخلاف رفتار خانوادش اصرار داشت بمونیم. برای اینکه اجازه موندنمون رو بگیره با شیرین زبونی دخترونش به فرانسه چیزایی به باباش میگفت که ما نمیفهمیدیم. پدرش هم راضی میشد. خونه ای که سیلویا توی زندگی می کرد زمین تا آسمون با خونه های ما فرق داشت. عکس بزرگی از چهار تا خواهر روی دیوار حالشون نصب بود. میز بیلیارد تو زیر زمینشون بود. یخچال فریزری که یخ درست میکرد با کلی چیزای دیگه که ما تو خوابم نمیدیدیم. دو تا خواهر بزرگه سیلویا دانشگاه رفته بودن. سیلویا با یه خواهر دیگهش تو خونه بودن. هر کدومشون یه اتاق بزرگ جدا داشتن با رنگی که خودشون انتخاب کرده بودن. اتاق سیلویا صورتی بود. اتاق خواهر بزرگش خاکستری روشن. هر وقت میرفتیم خونشون خواهرش میرفت تو اتاقش در میبست. یه بار هم سر اینکه سیلویا با صدای بلند خندیده بود دعواش کرد در صورتی که سیلویا همیشه با ما بلند بلند میخندید اما ظاهرا تو خونه حق همچین کاری نداشت تو خونه باید مثل خانوما رفتار میکرد یه بار وقتی پدرش خونه بود همه ای ما رو به صف کرد و یه سری سوال ازمون پرسید که هنوزم نمیفهمم چرا همچین کاری کرد سوالایی مثل اینکه اهل کجاییم پدر چیکارن چه هدفی تو زندگیمون داریم شایدم هم میخواست مشکل کاکاسیه ها رو تو آمریکا بفهمه. سراخرم به اون گفت مطمئن دختراش یا دکتر میشن یا وکیل. بعدش هم گفت وظیفه والدینه اینه که بچه رو به جلو هل بدن. پدر و مادرها باید راه درست و به بچه هاشون نشون بدن. یاد مادرم افتادم. وقتی بچه بودم ازم پرسید دوست دارم بزرگ شدم چی کارشم. منم جواب دادم معلومه یادم بزرگ. چقدر پدر و مادر به حرفم خندیدن. اما حالا که پدر سیلویا ازم پرسید خیلی دوست داشتم با افتخار میگفتم حقوق منم دوست دارم مثل دخترتون سیلویا وکیل بشم میخواستم بگم حقیقت کم و دوست ندارم دوست دارم دنبال حقیقت مطلق باشم دلیل میخوام برای همه چیز دلیلی میخوام ولی توی خونهشون بیشتر از هر چیزی لبه های پاره پاره شلوارم و سوراخ جورابم حرف میزد سر کروکسیف و آرنجای خاکیم. تو همچین وضعی چطور ادعا می کردم قرار برای خودم خانم تحصیل کرده تمام و کمالی بشم. نگاه مادر سیلویا حقیقت تلخی رو به ما گوش زد می خیال بافی نکنید. رویای آدم حسابی شدن برای آدم های مثل شما نیست. با تمام وجودم میخواستم سیلویا باشم. فکر می کردم سیلویا از همه ما آدم حسابی تره. چون خیلی دوستش داشتم رازش همو بهش گفتم اینکه عاشق جرم شدم قرار وقتی بزرگ شدیم ما هم ازدواج کنیم اینکه بعضی روزا یواشکی با جرم قرار میذارم یا با هم توی پارک قدم میزنیم دنیای سیلویا با دنیای من آنجلا و گیگی متفاوت بود پدر و مادر سیلویا هر دو کنار هم بودن خونه سیلویا اتاقای زیاد زیبایی داشت تخت خواباشون همیشه آماده و تمیز بود قفسه های کتابی بدون گرد و غبار بود با ظروف زیبا و گرون قیمت آینه های بی خط و خش کمدای بزرگ و جادار با کلی لباس های مدروز حتی سرویس بهداشتی معطر به بوی کاج نون تازه لوبیا و برنج توی ظرف های دردار مخصوص بود لباس ها جورابا کفش ها تو رنگ های مختلف و برای مناسبت های مختلف تو قفسه ها چیده شده بودند. سالن تزیین شده با قاب عکس آدمای مشهور ورزشی و سیاسی یه پیانوی بزرگ گوشه سالن و پردای مخملی. تو خونه سیلویا من آنجلو و گیگی همیشه دست به سینه و چارزانو می شستیم مبادا کسیفی و کهنگی لباسامون جایی از خونه رو کسیف کنه. ما تو خونه سیلویا از مدل موا و ناخونای جویده شدهمون خجالت میکشیدیم. مثل مهمونای ناخونده ای که به مهمونی رفتن که دعوتشون نکردن. میترسیدیم دست به چیزی بزنیم مبادا چیز با ارزشی باشه و بشکنه. می ترسیدیم با صدای بلند بخندیم حتی می ترسیدیم بلند حرف بزنیم خواهر سیلویا مدام تذکر می داد اینقدر ادای سیاه آمریکایی امریکایی کراکسیف در نیارین و هر بار نگاه مادر سیلویا به همون یاداوری می کرد تو خونشون جایی برای ما نیست سیلویا از رفتار خانوادش با ما شرمنده می شود. از ما به خاطر رفتار مادر و خواهرش عذرخواهی کرد اما ما هیچ وقت از سیلویا ناراحت نمی شودیم. در عوض، هیچ کس برای من رویا نمی بافت. هیچ کس به بزرگ شدنم اهمیتی نمیداد. کسی از من انتظار درس خوندن و آدم حسابی شدن نداشت. برای همین بود که رازم و به سیلویا گفتم. شاید اینجوری میخواستم بگم که منم برای کسی مهم هستم. به سیلویا گفتم که عاشق جروم شدم. گفتم که جروم متفاوت از همه دنیا اسمم رو صدا میکنه. حرفایی که در گوش هم زمزمه می به سیلویا گفتم. همه داستان من و جرامو و فقط سیلویا میدونست دلم میخواست سیلویا چیزی به من بگه سال آخر دبستان بودیم همه تو فکر رفتن به دبیرستان و انتخاب مدرسه جدید بودن گیگی اولین نفری بود که پرید یه روز توی مدرسه زنی با چکمه های بلند سفید و پالتوی خز اومد دنبالش گفت که گیگی رو برای آزمون ورودی مدرسه هنرهای نمایشی منحتن میبره گیگی فقط اندازه یه جمله وقت داشت. بچه ها مامانمه. ها؟ از ترجب خوشکمون زد. مادر گیگی مثل مدلای روی جلد مجله ها بود. از اون روز گیگی فقط در مورد مدرسه که قرار بود بره حرف میزد. بارها و بارها ترانه هایی که باید میخوند و جلوی ما تمرین میکرد. هر بار صداش پخته تر و زیباتر میشد. حالا گیگی دیگه جلومون میدیدیم. گیگی با یه عالم آرزوهای بزرگ که تموم توجهش به آیندهش بود نه به ما گیگی میگفت تو مدرسه بهم گفتن استعداد خوبی دارم حتما واسه خودم کسی میشم نفر بعدی سیلویا بود بعد از روزی که برای دیدنش رفتیم در خونشون پدرش اومد دم در سر تا رو نگاه کرد و گفت امروز خبری از دور همین نیست سیلویا باید برای مدرسه جدیدش آماده بشه به چشم پدر سیلویا ما بیشتر از اینکه دوستای سیلویا باشیم بچه های فقیر بی سر و پای بودیم که جلوی پیشرفت سیلویا رو می گرفتیم بر می گشتیم که گفت شما بهتر برید خونتون درس بخونید سعی کنید برای خودتون کسی بشید بهتر از چیزی که الان هستید دلم میخواست جواب تندی بهش بدم بگم گوره بابات حالا خودت مگه چی هستی؟ اما جرأت نکردم پدر پولدارش خیلی قویتر از من بود توی راه برگشت هر ستامون ساکت بودیم بدون اینکه چیزی بگیم از همدیگه جدا شدیم حس میکنم آنجلو و گیگی هم مثل من از چیزی که بودیم احساس شرم ساری میکردن یه هفته بعد سیلویا رو دیدیم یونیفرم مدرسه جدیدش تنش بود همراه خواهرش نگامون کرد با اشاره گفت تو پارک میبینمتون با خوشحالی رفتیم توی پارک و منتظر شدیم سیلویا با کلی حرف اومد از جیب کتش یه نخ سیگار در آورد، روشن کرد هیچ کدوم نپرسیدیم سیگار رو از کجا آورده. دورش حلقه زدیم، تماشاش کردیم. پوک عمیقی به سیگار زد. دادش دست ما. هممون بدون اینکه بدونیم چی کار میکنیم دست به دست سیگار رو چرخوندیم. دود داغ و بوی تلخش تو گلوم پیچید. سرفه هم گرفت. همزمان هممون شروع کردیم به صرفه کردن. انقدر خندیدیم که دوباره شدیم همون چهار تا دوست جونجونی. هر کدوم از بچه ها برای خودش برنامه داشت. آنجلا تو گروه باله تمرین میکرد. گیگی تو مدرسه هنرهای نمایشی خودش رو برای نقشای رنگارنگ آماده میکرد. سیلویا تمام مدت خیابون رو نگاه میکرد. بعضی وقتا با پدر و برادرم میرفتم مسجد. معمولا از پدر میپرسیدن مادرشون کجاست. پدر میگفت مادرشون مرده. وقتی برمیگشتیم میپرسیدم بابا تو کوزه چیه؟ خودت میدونی تو کوزه لنتی چیه آگوست؟ شبا تو رخت خواب با مادرم حرف می زدم. به خاطر دروغایی که پدر به همه می گفت، ازش معذرت خواهی می کردم. به مادر می گفتم که پدر از روی ترس همشه حرفی میزنه. به مادر قول می دادم روزی که پدر دیگه نترسه ما رو برمیگرده خونه پیش تو. به مادر میگفتم صبور باشه اگه خدا بخواد همه چی درست میشه. تا بسون از راه رسید و ما یه بار دیگه مثل قدیما هر وقت میشد دوره هم جمع می صبح شنبه خونه سیلویا وقتی که خانوادش نبودن یا روی پله های کتاب هونه. بعضی وقتها بچه ها می خونه این ما. روزایی که هوا خوب بود میرفتیم پارک یا زمین هندبال یا گوشه کنار کارخونه قدیمی پرسه می زدیم. تا به بود. مردا و پسرای زیادی تو کوچه ها و خیابونا بودن. هیچ وقت از اتفاقایی که تو خیابون میافتاد حرفها و مطلقایی که میشنیدیم به غیر از خودمون به کسی چیزی نمیگفتیم. نگاه های کسیف همه جا بود. بالاخره سیلویا خانواده‌اشو راضی کرد با رفتن ما به خونشون موافقت کنن. سیلویا به پدرش گفته بود که اگه اجازه ندی دوستان پیشم بمونن از خونه فرار میکنن. تهدید سیلویا موثر بود. پدر سیلویا گفت میخواد به خونه زنگ بزنه و بگه که ما خونشونیم. ما بدون اینکه نگاش کنیم شماره های خونمون رو دادیم. آنجلا شونش رو بالا انداخت که مامان من میدونه من اینجا. اگه دلتون میخواد زنگ بزنیم. پدر سیلویا به آنجلا نگاه کرد. آنجلا پاش و پشت پای دیگش قایم کرد تا جورابای کثیف و چرکش معلوم نباشه. پدر سیلویا بدون حرف از اتاق بیرون رفت. ما تا دیر وقت خونه سیلویا موندیم. برنامه های کمدی تلویزیون رو تماشا کردیم. بستنی یخی و آب نبات خوردیم. من و سیلویا با هم رقصیدیم. وقتی بیرون می اومدیم پدر سیلویا به من گفت با پدرت صحبت کردم. مرد خوب و با خداییه. به هر حال هر کسی باید خدایی داشته باشه من جوابشو ندادم وقتی به فرانسوی به جروم گفتم دوستش دارم ازم پرسید از کجا یاد گرفتم جروم 18 سالش بود من 14 سال تو 14 سالگی جز شنیدن دوست دارم و باور کردن دوست دارم چیز دیگه ای برام مهم نبود آشنایی با جروم شوره تازه برام بود کشف جهانی ناشناخته من در سکوت رازم و حمل می کردم و مشغول روزگار نوجوانیم بودم. یکی از بزرگترین سرگرمیامون شده بود تماشای برنامه های تلویزیون. تمام اداهایی که هنرپیشه ها، مجریا و خواننده ها در می آوردن و تقلید می کردیم. رو پرت می کردیم تو آسمون، می چرخیدیم، آواز می خوندیم. با شخصیت اول فیلم عاشق می شدیم. با راهبه بالدار پرواز می کردیم. اما ما خودمون بودیم. روی زمین، تو محله بروکنین نیویورک. اون روزا آنجلا زیاد گریم کرد. نمیدونستیم چرا. هیچ وقت به ما دلیلش رو نمی گفت. وقتی آرش بد می شد دورش رو می گرفتیم و دل میدادیم می دادیم. بغلش می کردیم. گونه رو می بوسیدیم. تنها کاری که موقعی ناراحتی می کرد باله بود. انقدر غرق می شد. انگار همه دردها و غماش رو تبدیل به حرکات مواج و العاده باله می کرد. یه روز که پدر ما رو برای دیدن آتیش بازی روی رودخونه برده بود، آنجلا در گوشم گفت: من یه روزی از اینجا میرم. بهش گفتم: ما تنها نمیذاریم. هر جا که بریم ما هم باد میاییم سرش رو برگردوند. نه. جایی که من میرم شما نمیاییم. از وقتی زن طبقه پایینی رفت، چند نفر دیگه اومدن. بقیه زیاد موندگار نشدن. هر وقت صدای بچه از طبقه پایین میومد، اومد، یاد بچه های همسایه میافتادیم حتی تو خیابون میون صورت های غریبه بچه های سیاپوس دنبال بچه هاش می گشتیم. بچه ها شبیه عکس های بچه های آفریقایی روی جلد مجله ها بودن با همون چشمای های حراسون و متعجب. دختر با دستهای محکم دور تیکه های کالباز پسرک با کفش های خیلی کوچیکش. هیچ وقت سیر نمی شدن. هر چی بهشون میدادیم میخوردن. غروبی که زن غریبه اومد و بچه ها رو با خودش برد خیلی گریه کرده بودن. با برادرم رفتیم در خونهشون در زدیم کسی در رو باز نکرد صدای گریهشون میومد اما در آپارتمان قفل بود مادرشون همیشه خونه نبود قبلا هم گفتم وقتی به گذشته نگاه میکنم میفهمم ما روی خط فقر زندگی میکردیم اما فقیر نبودیم تابستون بود روزا گرم بود خیلی گرم از در خونه بیرون نمیومدیم هر چقدر که روزا آور و کشنده بود شبا نسیم خونکی میوزید تازگی ها گروه خواننده اومده بودن تو محله. شبا توی پارک برنامه اجرا میکردن. همه محله تو پارک جمع می شدن. همه جای پارک جوونا رو می دیدی دور هم جمع شدن و کاری میکردن. ما هم گروه خودمون رو داشتیم. با این تفاوت که دوستای پسرمون هم به گروه اضافه شده بودن. دوست آنجلا هنرمند بود. انگشتای باریکی داشت و نوک زبونی حرف میزد. دوست سیلویام هم سن بود. گیگی عاشق پسری شده بود که برادرش چند وقت پیش توی دعوای خیابونی کشته شده بود. دعواهای خیابونی بین دار و دسته ها و خلافکارا خبر هر روزه تلویزیون و روزنامه ها بود. خبر کارهایی که میکردن، تیراندازی‌هایی که وسط روز تو خیابونا اتفاق میافتاد، خونه هایی که آتیش میزدن با آدمایی که توش بودن. خبرها وحشتناک بود. دختری که از خونه آتیش گرفته بیرون اومده در حالی که همه لباساش آتیش گرفته بچه هایی که وسط آتیش توسط آتش نجات پیدا میکردن گوچولوهایی که از ترس ساعتها تو بغل آتش نشانا میموندن بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن همیشه تو روزنامه ها دنبال اسم بچه های زن طبقه پایینی میگشتم نکنه اسم بچه ها تو لیست باشه غروب که میشد با بچه ها قرار میذاشتیم میرفتیم پارک تا آخر شب تو پارک پرسه میزدیم تمام مدت قولی که به خواهر لورتا داده بودم تو ذهنم بود. بدن تو مثل معبده. همیشه از معبدت محافظت کن. همین یه جمله باعث شده بود هیچ وقت جواب مثبت به خواهشا و التماسای جرم برای صمیمیتر شدن ندم. نه، من به خواهر لورتا قول دادم. یه روز با خبر شدیم، یکی از همسایه ها دختر 16 سالش رو از ترس آبروریزی ریزی از شهر بیرون کرده. کاف شده بودیم. تا هفته ها از برادرش میپرسیدیم خواهرت کجا رفته. همه همسایی ها صدای جیغ و دادشون شنیده بودن. مادرش افسرده و غمگین سرش رو پایین مینداخت تا با همسایی ها چشم تو چشم نشه. با اینکه قضیه برامون حکم سرگرمی و خنده شده بود، اما دل هر کدوممون میدونستیم باید مواظب باشیم. خطری بود که در کمین همه ما نشسته بود. بالاخره برادرش گفت به خاطر بارداریش فرستادیمش جنوب. جنوب برای همه ما جای وحشتناکی بود. جایی که یه عمه یا خاله مجرد پیر یا یه مادر بزرگ تنها هست تا از دخترای نوجوانی که آبروی خانواده‌شون رو بردن نگهداری کنه. حتی تصور کاری که دخترها میکردن تنم و میلرزود. خیلی از دخترها دیگه به خونه بر مثل دختر همسایه ما. برادرش همیشه یک کلمه میگفت نه هنوز برنگشته با خودمون میگفتیم بیچاره حتما برای همیشه رفته زمستون از راه رسید روزای داغ و سوزان تابستون جاش رو به برف و یخ سنگین داد تا مچ پا تو برف فرو میرفتیم چکمه همون هر چیزی بود غیر از ضد آب بودن جورابا و پاهامون همیشه خیس و یخ زده بود تصویری که از پدر تو ذهن دارم خیلی ناچیزه پدر همیشه قایب بود یا من انقدر مشغول بودم که پدر رو نمیدیدم. پدر غرق ایمانش شده بود. با کت و شلوار کهنه اما اتو خورده تنها و خمیده روی صندلی تاشوی آشپزخونه میشست به دستایی که دو تا نداشت خیره میشد. به چی فکر میکرد؟ به خاطراتش؟ به مادر؟ شایدم به ماجرای از دست دادن دو تا انگشتش. هنوزم برای من و برادرم سوال بود انگشتاش چی شدن سگ انگشتاشو خورده تو سوراخ گیر کرده هر چی که بود فضای ذهنی پدر جای زیادی برای درک دختر نوجوان نداشت از وقتی جنازه یه زن و بیکوتو و کاپشن رو سقف یکی از خونه‌ها پیدا کردن آنجلا بی قرار شد چشمش نگران بود و صداش لرزون و غمگین میگفت نمیدونم مامان هم کشست اولین بار نبود جسد زنی رو تو محله پیدا میکردن قبلا هم جنازه زنای دیگر رو گوشه خیابون گوشه کنار سکوهای مترو یا تو زیر ها پیدا کرده بودن گاهی وقتا با خودمون فکر میکردیم اگه ما بمیریم چه طول میکشه جسدمون رو پیدا کنن که اول از همه میفهمه ما دیگه نیستیم آنجلا خیلی ترسیده بود در جواب بغلش کردم و گفتم آنجی نگران نباش مامانت حالش خوبه من مطمئنم خیلی زود برمیگرده قسم میخورم جنازه مامانت نیست مامان تو زنده است اما مامانش بود جنازه زن پیدا شده مامان آنجلا بود عکس آنجلا رو با یه کپان غذای پنج دلاری و کارت خدمات درمانی تو جیب لباسش پیدا کردن زیر عکس نوشته شده بود آنجلا آنجل هفت ساله سه روز طول کشید تا بفهمن جسد متعلق به مادر آنجلاس. تو سه روزی که گذشت آنجلا خونه ما بود شبا کنار هم تو حال میخوابیدیم پدر تو اتاق پیش بردارم مواش بوی عطر روغن بادوم میداد تون تون نفس میکشید حتی وقتی تو خواب عمیق بود نور تنها چراغ تو خیابون به حال روشنایی داده بود خوابم نمیبرد به چال زیر گونه های نرم و بینی پهنش خیره شدم مادرش زنی با گذشته نامعلوم صورتی ظریف لبخندی بدون دندون و چشمای شبیه چشمای آنجلا اونجا بود توی تاریکی پشت بوم خونه ای که جسد رو پیدا کرده بودن دیدم مادر آنجلا مچاله شده توی سرمای زمستون بدون کت و قابشن مرده بود آنجلا رو دیدم که تو زمین پر از برف فرو میرفت. پدر رو دیدم که برای آخرین بار مادر رو می بوسید. مامان با لباس ساتن توی تابوت دراز کشیده بود. انجیل روی سینهش، حلقه ازدواج توی انگشتش. دیدم. همه چی رو دیدم. دلم میخواست از جان بلنشم پدر رو بیدار کنم باش حرف بزنم. من همه چی رو دیدم. تا صبح به پنجره خیره موندم. آره، ماما مرده بود. درست مثل مامان آنجلا. بعد گذشت سه روز پدر آنجلا رو به مرکز پلیس برد و گفت مادر بچه گم شده با اینکه معلوم شده بود جسد مال کیه به آنجلا میگفتم مادرت نمرده حتما اشتباهی گرفتن حرفشونو رو باور نکن چند روز بعد آنجلا از پیشمون رفت ما بهش نگفتیم صبر کن نرو یا ما هم با تو میاییم هیچ کدوم حرفایی که بهش قول داده بودیم و نزدیم فقط گفتیم دوستت داریم آنجلا فردا میبینیمت کی از همون خورده میگیره ما نوجوان بودیم چیزی نمیدونستیم ما هیچی نمیدونستیم هیچ دو هفته بعد آنجلا از پیشمون رفت ما به خونه ای که آنجلا قبلا نشونمون داده بود رفتیم چند تا خونه با خونه ای ما فاصله داشت اما هیچ وقت نرفته بودیم با سیلویا و گیگی رفتیم تو ساختمون از صندوقای پستی دنبال فامیلی آنجلا گشتیم اما چیزی پیدا نکردیم از آدمای ساختمون پرسیدیم کسی نمیشناختشون صد بار شماره تلفنشون رو گرفتیم صدایی از پشت خط میگفت این شماره قطع شده ما آنجلا رو گم کرده بودیم شرمنده و ناراحت بودیم از اینکه به همین راحتی گذاشتیم بره حرفی برای گفتن نداشتیم چند روز بعد از پیدا شدن جسد مادر آنجلا وقتی رو تخت دراز کشیده بودم برادرم که دیگه قد بلند و عاقل شده بود صدام زد آگوست خوبی آره خوبم به چی فکر میکنی؟ هیچی یادت همیشه میگفتی مامان فردا برمیگرده روما چرخوندم طرف دیوار اما چیزی نگفتم خواستم بگم اشتباه میکردی مامان دیگه بر نمیگرده مگه روز قیامت برادرم حسابی مذهبی شده بود با پدرم مسجد میرفت قرآن میخوند یاد خونهمون تو تنسی افتادم حیات پر میشد از پیچک صبح با برادرم در حالی که هنوز لباسه خواب تنمون بود میدویدیم تو حیات شهد گلا رو میمکیدیم از کارمون سیر نمی شدیم. مادر از پشت در صدا مو میزد. آخرش خودتون رو مریض میکنین انقدر گلا رو نچینین بذارین گلا مثل شما بزرگ شن چقدر کفش پاشنه بلند و پیشبند سفید بهش میومد مدل مواش صورت بشراش و خندونش دایی کلایت تنو زنده بود روزا میومد خونمون رو صندلی آشپزخونه میشست داستان تعریف میکرد وقتی دایی کلایت خونمون بود مادر همیشه میخندید من و برادرم تمام روز تو مزرعه بودیم میون علفا میدویدیم زیر آفتاب بازی میکردیم ما تو خونهمون آزاد بودیم آزاد و خوشحال روزای بچگی فقط خونهمون رو میشناختیم و بس ما تو بهشت ابدی خودمون زندگی میکردیم دای کلایت که مرد همه چی عوض شد مادر وقت و بی وقت قیبش میزد از مدرسه که برمیگشتم برادرم تک و تنها تو خونه پرسه میزد خبری از اسرونهای خوشمزه نبود پدرم که از سر کار برمیگشت با خودش کنسرو سوپ و پاستا و پیتزای منجمد می آورد. دیگه از غذاهای مامان خبری نبود. دیگه خونه بچگی ها تبدیل به خاطره شده بود و مادر تبدیل به خاکستر. بابا تو کوزه چیه؟ خودت میدونی چیه؟ مامان هنوز تو خونه است؟ خاطره ها مثل جای کبودی میمونن. به مرور زمان محو میشن. درست کنار زمینامون دریاچه بود. زمینای پوشیده از علف که تو آب تموم می شدن. شاید مادر یادش رفته بود زمینا تموم شدن مادر به راه رفتن ادامه داده بود انقدر توی آب رفت که دیگه برنگشت با اینکه توی بروکلین آزاد بودیم هر جایی که میخوایم بریم اما از رفتن به محله های دیگه مثل میدون تایمز وحشت داشتیم همه جای شهر پر شده بود از داستان دخترایی که دزدیده میشدن بهشون تجاوز میشد معتاد میشدن و ما بقیه عمرشون مجبور بودن گوشه خیابونا زندگی کنن آخر سرم جسدشون پشت سدداش توی رودخونه یا توی توالت کافه ها پیدا می شود. فکر کردن به همچین خطراتی حتی از فکر کردن به گم شدن آنجلا بیشتر ما رو می ترسوند. فکر می کردیم آنجلا رو تو مدرسه می بینیم اما اشتباه می کردیم. از معلم مدرسه شنیدیم آنجلا رو بردن پرورشگاه توی شهر دیگه یه پرورشگاه گروهی اون موقع ما فقط چهارده سالمون بود دوست پسر سیلویا کاپیتان تیم بسکتبال دبیرستان بود با قدی بلند و پوستی تیره پسر جذابی حساب می شد. سیلویا تعریف کرد وقتی برای اولین بار میره دم خونه سیلویا پدرش اسلحه کالیبر 22 میذاره روی سینه‌ش و میگه به خاطر آینده دخترم حاضرم تو زندان بمیرم. پدر سیلویا انقدر جدی حرف میزنه که سیلویا جرأت نمیکنه اعتراض کنه. سیلویا تعریف میکرد صدای باباش از همیشه بلندتر بود. پسرم فقط التماس میکرده باباش بذاره بره. آخرش پدر سیلویا از سهر رو پایین میاره و میگه از اینجا برو و به خاطر خدا دیگه هیچ وقت پیدات نشه پدر سیلویا هیچ وقت نفهمید سیلویا رو همون روز از دست داده سیلویا تعریف کرد برای نگه داشتن دوستیش هر کاری که پسر گفته بود انجام داده بود اما من تن به خواسته جروم نمی نمیدادم من به بدنم وفادار بودم حاضر نبودم به خاطر حفظ دوستیم با جروم تن به هر کاری بدم سیلویا میگفت جرام پسر خوبی آگوست از دستش نده نگهش دار اینجوری میذاره میره بالاخره همونطوری شد که سیلویا گفت جروم رفت آخرین باری که دیدمش گفت برای همیشه فراموشت میکنم تو دلم آشوبی به پا شد اما نمیخواستم جروم بفهمه برای اینکه متوجه لرزش صدام نشه آروم گفتم باشه فراموش کن بعدش بیشتر تو خونه میموندم پدر یه چیزایی فهمیده بود برای همین بیشتر از همیشه حواسش به من بود انگار از قار دلش بیرون اومده بود آخر هفته ها صبح زود با برادرم می رفتن مسجد. اما شبا تو آشپزخونه دور میز کنار هم جمع می شدیم. پدر و برادرم سرشون تو کتاب های دینی بود. منم با کتاب های مدرسه سر و کله می زدم. کتاب جغرافیا رو ورق می زدم. اتش دنیای بیرون همه وجودم هم رو پر کرده بود. دنیای بیرون از بروکلین. پدر حواسش به این بود. میفهمید چند وقتی حال و حوصله ندارم. با کسی حرف نمیزنم. برای اینکه سر صحبت رو باز کنه راجع به هر چیزی با هم حرف میزد. ریاضی، شیمی، سیاست، بیها رو خسته نگاش میکردم یا شونه میداختم بالا. پدر گناهامو نوازش میکرد. ازم میخواست باش حرف بزنم اما نمیتونستم. رفتن جروم، مادر، گم شدن آنجلا، چیزایی نبود که بشه دربارشون با پدر حرف بزنم. بالاخره پدر منو برد پیش خواهرسونجا جا. اتاق کار خواهرسونجا کوچیک بود. بوی مشک میداد. خواهرسونجام مثل پدر و خواهر لورتا مسلمون بود. زیر حجابش صورتی بدون چروک و آروم داشت. پدر که رفت بهم گفت آگوست میخوام به هم اعتماد کنیم. بهت قول میدم حرفایی که میزنیم فقط بین من و خودت میمونه. حالا از مادرت برام بگو. روزای سختی بود. افسرده شده بودم. برای رفتن به خونه از تو پارک میگذشتم. اوایل بهار بود. پارک هنوز شلوغ نشده بود. مثل تابستونا نبود که گروه های موسیقی برنامه اجرا میکردن. مثل تموم تابستونایی که با سیلویا، آنجلا و گیگی تو آخرای شب تو پارک پرسه میزدیم. یا مثل پارسال که جرومم هم با همون بود. به خاطرات پارسال فکر میکردم که نگام به سیلویا و جروم افتاد. روی نیمکت نشسته بودن. دستاشون تو دست همدیگه گرم صحبت بودن سیلویا تو یا وقتی پونزه سالت باشه قلبت که میشکنه هیچ تا مغز استخونت درد میگیره نمیدونم چقدر وایستادم و بهشون زل زدم فقط میدونم انقدری بود که خجالت بکشن دستاشون آروم کنار کشیدن و از هم فاصله گرفتن سیلویا دست پاچه گفت کجا میری؟ وقتی پونزه سالت باشه با دیدن همچین صحنه های دنیا توی یه لحظه خراب میشه. همه چی از هم میپاشه. خیلی فرق داره با وقتی که سی سالته یا حتی وقتی هشت ساله یو میبینی مادر توی دریاچه میره و میره و میره. سیلویا اومد طرفم و دستم گرفت. آگوست همه چی یه هایی شد به خدا راست میگم میخواستم خودم بهت بگم منتظر بودم ببینمت فقط نگاش میکردم دوباره گفت ببین ما کار بعدی نکردیم قضیه مال وقتی که تو از جرم جدا شده بودی وقتی که چیزی بین تو جرم نبود تو باید حرفمو باور کنی میخواستم حرف بزنم میخواستم بپرسم پس حقوق چی؟ پدرت چی؟ من چی؟ اما نتونستم چیزی بگم دستم از دستش بیرون کشیدم تا جایی که میشد دویدم رفتم پیش خواهرسونجا تو دفتر خواهرسونجا گریه کردم اولین باری بود که پیش خواهر اونجا گریه می همون شب توی خونه تصمیم گرفتم تو اولین فرصتی از بروکلین برم. چند ماه گذشت. بهار بود. هوا کاملا صاف و گرم شده بود. توی خیابون سیلویا رو دیدم. از اون طرف خیابون برام دست داد. صدام زد اما دیگه فایده ای نداشت. بدون اینکه سرمو بلند کنم ازش دور شدم. مقدمات رفتنم از بروکلین رو آماده کرده بودم. تقریبا همه کارا ما انجام داده بودم. کل سال درس خونده بودم. تو کلاس مختلف شرکت کرده بودم. تو آزمون ورودی دانشگاه هم شرکت کرده بودم. منتظر جواب بودم. دلم نمیخواست چیزی ارادم و برای رفتن سست کنه. وقتی 15 سالته میدونی زمان دیگه به عقب بر نمیگرده. درست ما چهار نفر بودیم. درست دستامون تو دست هم بود و اسما و ماه تولدمون روی تیشرتامون حک شده بود. اما همه چی تموم شده بود دیگه هیچی مثل قبل نبود کوزه ای که بالای قفسه کتابا بود پایین آوردم بردمش تو اتاق خواب کنار تختم گذاشتم تا صبح دستم روی کوزه بود که خوابم ببره چشممو که بستم مامانو می دیدم که می رفت طرف دریاچه گیگی با هم تماس گرفت گفت قرار نقش مریم مجللیه رو تو تئاتر عیسی مسیح بازی کنه ازم قول گرفت شب افتتاحیه برای دیدن نمایشش برم. گفت برای سیلویا و آنجلا هم جا گرفته. گیگی گفت آگوست موضوع سیلویا و جرم و فراموش کن. دیگه بچهشون هم داره دنیا میاد. تازی تو هم که پسره رو نمیخواستی. گیگی گفت نمایشش مهمترین اجرای زندگیشه. گفت دوست داره همه کسایی که دوستشون داره اونجا باشن. گیگی گفت کتم رو میذارم رو صندلی کناری تو و سیلویا به امید اینکه آنجلا هم برگرده. آگوست خیلی دلم میخواد دوباره مثل قدیما بشیم کاش بشه دوباره دور هم جمع بشیم بیا و به خاطر من همه چی رو فراموش کن شب افتتایه وقتی لباس میپوشیدم سیلویا رو در حالی که بارداره تصور کردم مادرم که حالا تنها نشونش کوزه کنار تختمه و جروم پسری که از پشت پنجره عاشقم شد لبه تخت نشستم آپارتمان خاموش بود دلم نمیخواست دوباره باهاشون روبرو شم تا آخر شب همونجا نشستم بعدا خبردار شدم گیگی موقع گفتن دیالوگی توپخ زده و همه دنیاش خراب شده موقع گفتن نمیدونم چطور عاشقش باشم درست سر این جمله صداش میلرزه همه سالان صدای لرزونش رو شنیده بودن همه سالان خندیدن همه هیچکی دلش نمیخواست اینطوری بشه هیچکی نمیدونست سیلویام نرفته بود. خبری از مادر گیگی و آنجلام نبود. کتایی که گیگی برای روز مبادا روی صندلیا گذاشته بود برای همیشه همونجا موند. از کسی شنیدم بعد اجرای نمایش مهمونی داشتن. مهمونی طبقه یازدهم هتل برگزار میشد. کی اونجا بوده تا ببینه گیگی روی پنجره میسته. باهاشو بلند میکنه و بعدش پر زندگی روی صحنه نمایش خطرناکه فقط دو تا گام اشتباه به چپ یا راست همه زندگی تو ازت میگیره موهای گیگی تا زیر کمرش بود بیشتر وقتا موهاشو میبافت اما اون شب بعد اجرا موهاشو روی شونه ریخته بود انگار قرار بود مثل یه بال سیاه بر فراز هتل به پرواز در بیاد. چرا این کارو کرد؟ شاید اگر اونجا بودیم نمیذاشتیم این کارو بکنه تو قبیله فیجی برای اینکه مرده ها توی دنیای بعدی احساس تنهایی نکنن معشوقشون رو تو این دنیا خفه میکنن تا بعد از مرگ کنار هم باشن اگه قرار بود زنده ها به امید دیدار مرده ها برن من و آنجلا فورا بال در می آوردیم و میرفتیم اما ما موندیم ما تونستیم خودمون رو بدون بال باور کنیم دانشگاهی تو شهر رود آیلند منو پذیرفت وقتی تو شهر جدید از اتوبوس پیاده شدم تنها بودم تنهایی تمام آرزوی من بود. میخواستم فقط بیرون از بروکلین باشم. بی هیچ گذشته ای. بی هیچ حال و آینده ای. روز اول دانشگاه وقتی استاد اسمم و صدا زد گفتم اسم من آگیه. اومدن دانشگاه چون از وقتی بچه بودم همیشه دلم میخواست درک بهتری از مرگ داشته باشم. دهه بیست زندگیم با آدم های زیادی گذشت. سفید پوستا و سیاه تو اتاقای بدون عکس یا پر از صدای موسیقی، من کنار همه اتفاقات آدمها به بروکلین فکر می به جروم، سیلویا، آنجلا و گیگی. خودم تو خونه تصور می با گروه چهار نفرمون. هنوز با ترانه ها گریه می کردم، می خندیدم و زندگی می من تو کشور کره سی ساله شدم. روز تولدم گریه کردم. خونمونو رو میدیدم که از بالای پنجره بچه های توی کوچه رو نگاه می بچه هایی که زیر نگاه من و برادرم بازی میکردن. یه روز دوست هماتاقیم ازم پرسید چرا شبا با مشت بسته میخوابی؟ یاد آنجلا افتادم. بالاخره آنجلا رو دیدم. رو صفحه تلویزیون بود. با دوستم تو اتاق نشسته بودیم یه دفعه رو صفحه تلویزیون ظاهر شد. پوستش تیره تر از وقتی بود که با هم بودیم. با موهای بلند و صاف. اما صورتش همون شکلی بود. زاویه و عشنگ. فیلم درباره یه بالریان بود. آنجلا روی صحنه محشر بود. از خوشحالی داد زدم. آنجلا! همخونه این پرسید. میش سیش؟ آروم زمزمه کردم. آنجلا تو موفق شدی. پاییز 16 سالگیم پدر ما رو به خونمون تو تنسی برد. با قطار رفتیم. بعدش ماشین اجاره کردیم. یه ساعتی رانندگی کردیم تا به جایی رسیدیم که روزی خونمون بود. سر شب بود. من و برادرم از ماشین بیرون پریدیم. انگار دوباره بچه شده بودیم. به سمت جاده خاکی که به خونمون میرسید دویدیم. راه پر از علف هرز شده بود. علفهایی به بلندی قد ما. بوی آب شور دریا از دور احساس میشد. ساکت ایستادیم. به صدای نرم شلپ شلپ آب گوش کردیم. دست برادرم رو گرفتم و به سمت دریا چرفتیم. انقدر رفتیم تا به آب تیره رسیدیم صدای پای پدر رو از پشت سر شنیدم نزدیک شد دستش رو روی شونم گذاشت مادر همیشه از آب میترسید همیشه می تا حالا فقط نوک انگوش رو تو آب کردم فقط دوست دارم آب و کف با هم احساس کنم نبیشتر ماها بعد از سفر وقتی خواهر سون رو ازم پرسید کی فهمیدی مادرت واقعا مرده جواب دادم وقتی دوباره دریا رو دیدم پدر گفت وقت رفتنه از جامون تکو نخوردیم فقط آب و تماشا میکردیم آب آروم موج بر و به ساحل میخورد دست برادرمو گرفتم دیگه کسی رو تو تنسی نداشتیم شب تو هتل موندیم فردا سوار ماشین اجاره ای شدیم به ایستگاه قطار برگشتیم بعد از ظهر راهی سفر طولانیمون به سمت بروکلین شدیم از توی قطار بیرون رو نگاه کردم به درختهایی که تغییر میکردن نگاه کردم فکر کردم چطور همه ما تو لحظاتی از زندگیمون به خونه برمیگردیم به خونه برمیگردیم و همه ی و اتفاقا رو به یاد میاریم آدمایی که دیگه بخشی از خاطراتمون شدن